سان تو پایانی درود بر شما بینندگان و شنوندگان محترم اسرائیل پارس تی وی در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های میهن پرستان با جناب آقای رضا احمدی از آلمان هستیم. درود میفرستم خدمت آقای رضا احمدی، امیدوارم که حالتون خوب باشه جناب. خوشحالیم که بار دیگر در خدمت شما هستیم و به تلویزیون اسرائیل پارس تی وی خوش آمدید. درود بر شما بانو پریسای گرامی و درود بر همه بینندگان عزیز و شنوندگان در سراسر جهان و همکاران محترم شما. خیلی سپاسگزارم، شما خسته نباشید، امیدوارم حالتون خوب باشه. سپاس از مهرتون جناب آقای احمدی. هفته ای که گذشت هفته پر جنجالی بود، از جمله آقای خامنه ای رفته بود یزد و کرمان که مردم شریف یزد هم در این گرد همایی حسابی شعار داده بودند و هو کشیده بودند و مسخرش کرده بودند و اینطوری ازش پذیرایی کردند. در واقع در این صحبت آقای روحانی خیلی خیلی ابراز نگرانی کرده بود، گفته بود وقتی نمیتونیم نفت بفروشیم چطوری مملکت رو اداره کنیم، و گفته بود که تا حالا تو این 40 سال از بعد از اینکه جمهوری اسلامی سر کار اومده تا امروز تا اینقدر وضعیت کشور وخیم نبوده، و گفته که ما در یک شرایط استثنایی هستیم. بعد از اون طرف میبینیم که میان و شاخشونه میکشن، میگن که ما خیلی قوی هستیم و این تحریم ها نتونسته روی سیستم نظامی ما تأثیر بذاره، در اوج قدرت هستیم. بعد از اون طرف هم نیروهاشون در غزه، در فلسطین، جهاد اسلامی حمله کردن و اسرائیل رو هدف قرار دادن. این کدومش رو میشه باور کرد جناب آقای احمدی؟ این که قدرت دارن و تحریم ها روی شرایط نظامی اونها نتونسته تأثیر بذاره و تضعیف نشدن باور کنیم که خیلی ایران اقتدار داره، یا اونو باور کنیم که روحانی ابراز عجز و بدبختی میکنه و میگه که اینجوری نمیتونیم کشور رو اداره کنیم، بودجه نداریم، سال آینده اگه بدین منوال پیش بره نمیتونیم حقوق خیلی ها رو بدیم، کدومش راسته؟ حضور شما عرض کنم که دو نفر داشتن با هم دعوا میکردن، یه نفر اومده بود این وسط این دو نفر رو از هم سوا بکنه، بعد دید که زورش نمیرسه به اون یکی، گفتش که آقا حق با شماست. برگشت به یکی گفت ولی حق با شما هم هست. حکایت کار اینه که باید به اینا بگیم تو درست میگی ولی حق با این یکیه. حسن روحانی درست میگه که کارشان تمام است، چون جزو دیکتاتورهای عاقله، جزو دیکتاتورهایی که یک کمی شعور براش باقی مونده. به عبارتی حسن روحانی و تیمش این فکر رو میکنن که شاید 1 در 1000 وقتی که تناب دارو میندازن دور گردنمون، البته اگه اینا به دار زدن برسن، چون صدام شانس آورد، حداقلش اینه که من میگم آقا نگاه کنی من در تاریخ فلان گفتم که اوضاع خیلی خرابه و دست منم خالیه، ما چیزی دیگه نداریم بفروشیم، ارز مملکتم که دیگه مالخور شده بود. و حضورتون عرض کنم ما اگه بخوایم چیزی بخریم باید با دلار بخریم، دیگه دلاری در کار نیست. 123 میلیارد اون یکی برد کانادا، 80 میلیارد اون یکی برد آلمان، 60 میلیارد اون یکی برداشت برد دادن قبرس، 400 میلیارد اون یکی برد دبی هم دادن میبرن، چیز دیگه نمونده، دستگاه چاپ هم که نداریم. جناب احمدی عذرخواهی میکنم، دوستان میگن که صدای شما یه مقدار ضعیفه، میشه بلندتر صحبت کنی؟ صدای من ضعیفه؟ آره، ولوم رو بالا ببرین یه مقدار. نمیدونم همه چی رو اونجا من بلدارم. الان بهتر شد. بهتر شد؟ الان بهتر. بله.
شما دوستان مثل که عادت کردم من کمی با تون بالا صحبت کنم، اولش خواستم یه مقداری عرض کنم مثل لس آنجلسی ها حرف بزنم، ولی دیدم به من نمیاد لس آنجلسی حرف بزنم، بس برگردم برم سر کار اول خودم با تون خودم صحبت کنم. گفتم اول برنامه است شروع نکنیم از تو خیابون شاه صحبت کنیم، یه ذره لس آنجلسی حرف بزنیم، من مثل که مردم گوششون عادت نداره دیگه به این صداهای زری. آقا ببخشید خیلی معذرت میخوام، الان برمیگردم تو قالب خودم. گفتم که بذارید من تو قالب خودم باشم، منتهی من میخوام ببرید یه قالب بستنی، نه بذارید من تو قالب خودم بمونم. بله همون جوری دوست دارم که... شما رو جانم میگم که همون جوری شما رو دوست دارن. بله عرض کردم اینا من هم میخوام ببرم بزنم تو اون قالب بستنی های فرنگی تو لس آنجلس، من نمیتونم تو اون قالب ها برم، میخوام تو قالب خودم بمونم. حضور شما عرض کنم بنابراین اینا اگه تصور میکنن که کارشان تمام نیست، خب بیشتر به ضرر خودشونه. طبیعتا اون رهبر احمقشون خامنه ای بیشور اون هیچ وقت نمیاد بگه یک هزارم حرفای حسن روحانی نمیتونه بگه. چرا؟ چون اون خودش میدونه اگر همین الان همین امشب بیاد به ملت ایران بگه من و خانواده نامحترمم به علاوه اونایی که تو جماران نشستن هممون غلط کردیم، به گور پدرمون خندیدیم، ما رو ببخشید، فقط بذارید که من حاضرم خودم ببرم تو زندان، درم قفل کنم، کلیدم بدم به شما، بذارید من تو زندان بمونم و تا آخر عمرم اونجا بپوسم. اون خودش میدونه که بعد بلای سرش میاد، اون آخر عاقبت کار رو میدونه. یه چیزی که خوبی که این آخوندا دارن اینه که چون این آخوندا سر منبر بودن، تو مساجد بودن، توی مردم بودن، اینا دقیقا میدونن که چه آینده پیش روشونه، عکس کسانی که خب از توی مردم نیومدن برن توی پست و مقام ها، اینا خودشون میدونن چه خبره. اما از این مسائل که بگذریم، بانو پریسا فرقه تبهکاران در بد وضعیتی گیر کرده. یعنی شما در طول 40 سال بخواید کارنامه این فرقه رو نگاه کنید، این جنایتکار رو نگاه کنید، این چنین تا به امروز اینقدر شرایط بدی نداشتن، اصلا بد که چه کنم وخیمی نداشتن. ارز خارجی در مملکت اساسا وجود نداره، روسیه و چین دیگه نمیتونن سرمایه گذاری بکنن تو ایران، اروپا هر بار یه بهانه جدیدی میگیره، به طوری که دیشب عرض کنم به عبارتی دیروز بعد از ظهر اون خانومه که خیلی هم خیال میکنه خوشگله موگرینی، که من نمیدونم این نیست صورتش خیلی شیر برنجه به خاطر موادی که مصرف میکنه، لبره یه قرمز میکنه که اون صورت تابلو نشه بنده خدا، موگرینی اعلام کرد گفتش که ما جدا نگرانیم. وقتی که اون اعلام بکنه بگه جدا نگرانیم، یعنی تیر خلاصو زدن، کار تمام است. علی خامنه ای میدونه کار تمومه که میگه ما سانتریفیوژا رو راه میندازیم و میریم غنی‌سازی رو برسونیم به 20%. اونا خودشون میدونن کارشان تمام است، فقط با کمال تأسف شوربختانه اون وسیله یا به عبارتی اون چون انگیزه هم هست، ولی اون شخصی که باید اون فرمان نهایی رو صادر کنه، یعنی شخص اعلیحضرت سیروس رضاشاه دوم پهلوی سوم، متاسفانه شوربختانه به دلیل اینکه ایشون رو در یک جایگاهی قرار داده انگلیس و حزب دموکرات امریکا و اساسا جهان، با کمال تاسف این هستش که وضعیت به همین شکل مونده. وگرنه من دیشب هم عرض کردم در تلویزیون ایران آریایی که حضور شما عرض کنم که اگر 24 ساعت واقعا به شما میگم 24 ساعت نه همینطوری بخوام به محض شعار بگم، 24 ساعت از ساعت 8 صبح فرض بفرمایید فردا آدینه تا پس فردا 8 صبح شنبه دست از سر رضا پهلوی بردارن، یعنی تضمین بهش بدن آقا شما آزادی، اینم میکروفون آزادی، نه میکروفون CNN و فلان، نه ما اصلا به اون میکروفون ها احتیاج نداریم، هر ازت به اونها احتیاج نداره، تو همون خونه خودش با یه لپتاپ از اسرائیل پارس تیوی به فرمایش شما از پارس تیوی به هر حال یه جایی که ما سریع ضبطش بکنیم پخشش کنیم، یه نیم ساعت ایشون اجازه داشته باشه از 8 صبح تا 8 و نیم صبح به وقت ایران یک پیام به ملت ایران بده. به شرافت هم سوگند 48 ساعت بعد اعلیحضرت و ملت میزن رو کولشون
و هم دارن میبرن تو ایران. منتهای مراتب درد اینجاست، صحبت دیگه بر سر سقوط فرقه تبهکاران نیست، همه دنیا میدونن حساب دو دو تا چهار تا است. جواب نمیده این راه وقتی مملکتی از نظر اقتصادی زمین. الان شما نگاه کنید، یه مثال خیلی ساده براتون بزنم، کشور اسرائیل همونجوری که شما تشریف دارید با تمام مشکلات سیاسی که داره، یعنی مقصودم فشارهای کشورهای عربی، راکتایی که پرتاب میکنن، بمب‌گذاری، به هر حال حالت غیر عادی داره این کشور. این کشور هیچ وقت در حالت عادی زندگی نکرده، همیشه وضعیتش یا قرمز بوده یا نارنجی بوده، خیلی کم شده، شاید چند دقیقه وضعیت سفید زندگی کرده. ولی این کشور به دلیل اینکه دورش همه دشمن گرفتن، همیشه در حالت ناامنی زندگی کرده به اصطلاح. ولی شما ببینید چرا این کشور رو پا مونده، چون داره اقتصاد قویه. این اقتصادی که حرف اولو میزنه، اگر شما اقتصاد کشور ضعیف باشه، از نظر سیاسی هم شما نمیتونید پاسخگوی نه مردمتون باشی، پاسخگوی خواستهای سیاسی مردمتون احزاب باشی، نمیتونید در جهان یه رتبه‌ای داشته باشی و وزنه‌ای باشی. جمهوری اشغالگر اسلامی به بنبست کامل رسید، همونطور که خودتون هفته گذشته اشاره کردید، کارشون کشیده به مواد فروشی، کامیون دارن مواد میفروشن تو دنیا، دارن با هروئین فروشی و کوکائین فروشی و نمیدونم تریاک فروشی تو دنیا دارن زندگی میکنن. خب اینو چند ماه دیگه میخوان ادامه بدن؟ تا کی میخوان به این وضعیت ادامه بدن و پولشویی بکنن و پول الکی چاپ بکنن و بدن حقوق پاسداراشون؟ تازه اگر این کارم بکنن، حقوق پاسداراشون هم بدن، کارگرا چی میشن؟ کارمندا چی میشن؟ بازنشسته ها چی میشن؟ فرهنگی ها چی میشن؟ مملکت چطوری باید بچرخه؟ و شما میبینید که هر لحظه، فرض بفرمایید دیروز میرفتید یه، به طور مثال عرض میکنم، میرفتید مثلا یه گونی برنج میخرید، چه بدونم حالا مثلا 100,000 تومان، فردا میریم همون برنج رو میخرید تازه با کیفیت کمتر، تازه به جای 20 کیلو مثلا فرض تو 2 کیلو توش آشغال ریخته، اونو بهت میشه 200,000 تومان. میری تیکه نون میخری مثلا 500 تومان، فردا میری همون تیکه نونو میخری با کیفیت بهتر مثلا 700 تومان. رفتی یه قرص خریدی دیروز، یه بسته قرص خریدی مثلا 10 تا قرص توش بوده 50,000 تومان، حالا رفتی 8 قرص بهت میدن 100,000 تومان. این داره نشون میده مملکت نظر اقتصادی ضعیفه و مزخرفاتی که چه این یکی میگه، چه اون یکی میگه، چه رئیس جمهور نامحترم، چه رهبر نامحترم، چه سایر اعضای اوباش نامحترم، همش مزخرفه. خودشون میدونن به آخر خط رسیدن و اگر عاقل باشند که نیستند، و من فقط بهشون نصیحت میکنم چون میدونم تمام برنامه ها رو، اصلا تمام برنامه های من همشون میشنن نگاه میکنن، اگر عاقل باشن بهترین پیشنهاد من بهشون میکنم، یواشکی، چون میدونم جرأت انصراف ندارین چون خودتون و زن و بچه‌تون رو میکشن، یواشکی از اون مملکت فرار کنید، فرار کنید، بیاین بیرون، بیاین یه جا برین پناهنده بشین که پشت دولت خالی و خالی بشه. نمایندگان نامحترم مجلس اسلامی که واقعا هم نامحترم، مثلا همشون دزدن، همتون اگه شرف دارید، اگر به هر حال خودتون ایرانی میدونید، همتون باید انصراف بدید، استعفا بدید و اصلا تعطیل کنید مجلس رو، از اون چیز مجلس چیز از اون طبیله رو از رسمیت بندازید. ولی خب خودتون هم میدونید چون همتون در جنایت نقش داشتین، در دزدی ها نقش داشتین و میدونید که اگه این کارو بکنید یه کامیون میفرسن روتون میکشنتون و ترورتون میکنه، مجبورید که به این بازی ادامه بدید. من متاسفم براتون چون بد سرنوشتی در انتظارتون، خیلی بد سرنوشت. من در خدمت. بله، امروز توی خبرها دوست عزیزی این خبر رو برای من ارسال کرده بود، در یکی از محله های تهران جناب آقای احمدی یکی از نیروهای امر به معروف و نهی از منکر، همونایی که میرن ارشاد میکنن، میخوان آدم ها رو با زور ببرن بهشت، ایستاده بوده به مردم گیر میداده و چند تا جوان به قصد کشت این آقا رو زده بودن که نهایتاً هم فوت کرد. و این موضوع در خبرها رسانه‌ای شد که توسط مردم این آقا به هلاکت رسید. همینطور چند روز پیش هم تصویری رو دوستان از ایران برای من ارسال کردن که یک ماشین پلیس راهنمایی رانندگی رو عذر میخوام نشون داد که این پلیس سر جاده ها وای میساده، به ماشین ها به عناوین مختلف گیر میداده و اینا رو ازشون اخاذی میکرده، یعنی میگفته یا بعد این پولو بدین یا مثلا ماشینتون رو میخوابونم. بعد یه دفعه خب یه عده از بچه های اون محل جمع میشن،
میرن و این ماشین پلیس رو آتیش میزنن. نظرتون در مورد خشونت چیه؟ الان به حدی ملت عصبانیان که داریم میبینیم که این رفتارها ازشون سر میزنه، آیا موافقین با این خشونت ها یا باید به هر حال خودشون رو کنترل کنن، یه راه دیگه، یه جور دیگه انتقام بگیرن؟ عرض کنم حضور شما، این موضوع رو به دو جنبه باید نگاه کنیم. یکی این که ما داریم به فرقه تبهکاران، یعنی ما طرفداران نظام پادشاهی که اکثریت قاطع اون مملکتی بالای 90% بدون کرکری خوندن علکی، اینو همه هم میدون. ما چون رهرو راه علی‌حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم هستیم و ایشون تمام تذکرشون، تمام دستوراتشون، تمام فرمایشاتشون، تمام تکیه کلامشون به روی یک نقطه هست: مبارزه مدنی و به دور از خشونت. خب طبیعتا ما خشونت رو نفی میکنیم و میگیم که مردم دست به اعمال خشونت آمیز نزنی، چرا که هر عمل خشونت آمیزی عکس العمل داره، یعنی شما یکی رو بزنی اون میزنه، ولی راحت. و فراموش نکنید که فرقه تبهکاران و سایر گروه های به اصطلاح رژیم های دیکتاتوری خواهان خشونت هستن، چرا که شما وقتی خشونت بکنید دست رژیم رو باز میذارید برای سرکوب بیشتر، برای کشتار بیشتر، قتل عام بیشتر، دستگیری بیشتر، زندانی بیشتر، اعدام بیشتر، شکنجه بیشتر. این تعریفی است که ما باید به عنوان یک تعریف سیاسی تحویل مردم بدیم، به خاطر اینکه مسئولیت داریم جلوی دوربینا میشیم. اما میایم یه جنبه دیگر رو نگاه میکنیم. جنبه دیگر این هستش که همون مردم، همون طرفداران نظام پادشاهی، همون جوانا، همون نوجوانا، همون دختر خانوما، آقا پسرایی که میان شیرینی تو خیابونا پخش میکنن برای تولد شاهنشاه، تولد علی‌حضرت رضا شاه دوم، تولد اولی حضرت شعبانو فرای پهلوی، عرض کنم زادوس کوروش، بزرگداشت عرض کنم رضا شاه بزرگ و غیر و ذالک، همونا تو مملکت چون زندگی میکنن آسی شدن، نمیخوان خشونت بکنن. ولی وقتی ماشین پلیس، که پلیس هم مقصر نیست چون اونم پول نداره، اونم از این راه اومده اخاذی میکنه، وقتی پلیس ایستاده داره سر مردم رو شیره میماله، آقا تو پول بده، اگه ندی مثلا من میگم لاستیکت عیب داره، مثلا با 100 هزار تومان جریمه بده، تو نمیدونم فلان جای ماشینت عیب داره، اینو خب یعنی داره اخاذی میکنه. خب شما ملاحظه بفرمایید، ملتی که با بدبختی، با بیچارگی، با رفتن بر سر صد آشغال داره غذا تهیه میکنه میخوره، تعارف کردم این عکسایی که میاد عکس از ناکجا آباد که نمیاد، عکس از تهران داره میاد، عکس از ایران داره میاد. وقتی یک چنین فقر گسترده ای به صورت وسیعی کل مملکت رو از شمال تا جنوب شرق و غرب کشور در بر گرفته، طبیعتا این اعمال یه عکس العملی هم داره که این عکس العملش رو شما دارید میبینید. حالا ما بخوایم اینو محکوم بکنیم یا نکنیم، این واقعیت تلخ جامعه کنونی است که جمهوری اشغالگر اسلامی مسبب اصلی چنین عکس العملی، چنین واکنشایی از سوی ملت ایران شده. بنابراین من به عنوان یک ایرانی نه تشویقشون میکنم که باری کلا کارتون درسته، چرا یه ماشین آتیش زدین، مثلا 100 ماشین آتیش بزنید، چرا مثلا یه نفر زدین نفله کردین به هلاکت رسوندین که اومده امر به معروف نهی از منکر بکنه، اصلا این دفعه ماشینشونو که دیدین ماشینشونو واژگون کنین، خواهر زینب و محمد نمیدونم برادر حسین همه رو آتیش بزنید. چه من اینو بگم چه من اینو نگم، اون کسانی که در ایران دارن زندگی میکنن به دلیل اینکه عصیان زده شدن، به دلیل اینکه دیگه فشار غیر قابل تحمله، مثل که فرض بفرمایید الان یکی از شما توقع داشته باشه شما اونجا 5 ساعت برنامه اجرا کنید، نمیشه، شما هم انسانی، احتیاج داری 1 ساعت 2 ساعت خیلی دیگه در حالت استثنایی باشه شب بتونید 3 ساعت برنامه اجرا کنید، ولی شما 5 ساعت بخواید جلوی دوربین بشینی نمیشه، خسته میشی، احتیاج دارید که در میانه یه 20 دقیقه یه رو بی استراحتی داشته باشه، اصلا از اون صندلی یه بار بلند شید بشین، شما نه 5 ساعت اونجا بشینید. خب شما بیاید این فشار رو بذارید رو ملت ایران که 40 ساله فقط داره کتک میخوره، فقط داره فحاشی تحمل میکنه، جوونشو دارن اعدام میکنن، به فقر و فلاکت رسوندنش، اهانت بهش میکنن، اعدامش میکنن، جوونشو میبرن تو خیابون جلو چشش دار میزنن، شکنجه میدن، تجاوز میکنن، اسید تو صورت دخترای مملکت میپاشن و هزاران هزار مصیبت و مشکل دیگه، بیکاری، فقر، آقا تو ایران دیابت داره دواش نیست، اون سرطان داره دواش نیست، اون یکی نمیدونم یه مریضیایی که اصلا یارو باید با اون دوا زندگی کنه، یه مریضی که دیگه نمیشه کارش کرد، فقط با دوا سرما نخورده،
که بگی خب حالا قرص آسپرین نیست مثلا برم چه بدونم چای بنوشم. یه بیماریایی هست که شما وابسته هستی به دکتر و دوا، خب اونا دیگه نیست. بعد تفریح نیست، آموزش و پرورش نیست، بیمه های اجتماعی نیست، رفاه اجتماعی نیست، هیچی نیست تو جز فوش و تو سری خوردن و استرس و بدبختی و بیکاری و فقر و فحشا و اعتیاد و تورم و چه. خب طبیعی ماشین پلیس آتیش. حالا امروز یکی را آتیش زدن، شما مطمئن باشید با این فشار اقتصادی که روی مردم هست و این تحریم ها که اینطوری کمر داره خورد میکنه، مطمئن باشید که به زودی از این اخبار بیشتر خواهید شنید. چه ما تایید بکنیم چه تایید نکنیم، چه بگیم علازت فرمودن مبارزه مدنی و به دور از خشونت، چه بگیم مردم این کارو نکنین، ما نمیتونیم جلو بگیریم. من بارها عرض کردم بانو پریسا، چه اینجا چه در ایران آریایی عرض کردم، یک مرحله هست به هم به همین آخوندا به پاسدارا به بسیجا گفتم زمانی خواهد رسید که دیگه رضا پهلوی هم نمیتونه کمکتون کنه. اگر تا به امروزم قصر در رفتین زیر آتش توپخانه فرمایشات اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم بوده. ایشون تا حالا این ملت رو کنترل کرده، ولی به یه نقطه میرسن که دیگه اعلیحضرت نمیتونه مردم رو کنترل کنه. نمیشه، چون اگر اعلیحضرت بخوام بعد به یه مرحله‌ای که برسه بخوام مردم رو کنترل کنم، بعد مردم جلو پادشاه میایستن که آقا شما اینجا نیستی، نمیدونی اینجا چه خبره، یا فرمان بده ما بیم تو خیابون کارو درست کنیم، یا اینکه بذاری ما کارمون رو بکنیم بدون تعارف. حرفا رو بگیم، نذاریم حرفا تو سینمون تلمبار بشه. وقتی که حرفا تو سینمون انبار میشه، بعد میشه حرفای در گوشی. نه، واقعیت اینه، مردم به یه مرحله رسیدن که دارن به فرقه توکران نشون میدن ما شماها رو نمیخوایم. به چه زبونی بهتون بگیم؟ اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. پهلوی پهلوی پهلوی، رضا 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 پهلوی، جاوید شاه جاوید شاه جاوید شاه، روحت شاد رضا شاه. خب ما مردم به چه زبونی بگم؟ مردم به چه زبونی که آقا ما شما رو نمیخوایم، میخوایم برگردیم به دوران پهلوی. اما شما هر روز دارین فحشا رو تو ایران رواج بیشتر میدید، اون وضعی که تو مشهد به وجود آورده. بعد این بیشعور شیرهی پا میشه میره یزد و کرمان که تا چشمت کورش دیدی که چجوری ازت پذیرایی کردن، تازه با اون همه محافظ و با تمام اون تشکیلات. اگه جیگرشو داری که من میدونم نداری، اگه شرفشو داری علی خامنه‌ای که میدونم نداری، اگه وجودشو داری که بازم میدونم نداری، آخوند بیشعور کرده لیاقت روزخونی نداری تو احمق، بیا مثل اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر اونطوری برو تو دل مردم. ببین بعد اون موقع میفهمی چقدر محبوبی. مگه تو آخوند یادت رفتی که چجوری میرفتی پیش مردم و تو هیئت؟ خب بیا بار دیگه ببرو، یه بار دیگه بدون محافظات بیا برو، تعداد محافظات رو نصف کن، بیا برو تو مردم تا ببین چقدر طرفدار داری. شما یه ملت رو به بدبختی و بیچارگی رسوندین، بعد توقع دارین که مردم ماشین پلیس آتیش نزنن؟ تازه برین خودتون رو شروع کنین با خود پلیسا اون دو آتیش نزدن، بعد توقع دارین اون مردکو نزنن تو خیابون نفلش کنن؟ این تازه اول کاره. خیلی از این اتفاقات میفته، بعضیش دیگه لو میره، رسانه‌ای میشه. و یعنی شما خیال نکنید این مثلا خبر دست اوله، نه، هر شب تو تهران من خبرشو دارم، در تهران، مشهد، در قم، در اصفهان، حضور شما عرض کنم کرمانشاه، این شهرهایی که خبراش برای من میاد، اهواز که خیلی دارن پذیرایی میکنن، پاسدارا و بسیجیا و نیروهای انتظامی و شناساییشو میکنن، حزب اللهیایی که تو محله ها مردم آزاری کردن، شناسایی کردن، فلان کردن، اینا خیلی اتفاقا شبا توی اون مملکت میفته. منتهاش بعضیش اینطوری رسانه میشه، آره، یهو فیلم برداری میشه، تابلو میشه، یه جوری میشه که لو میره، چون جون به سر کردین شما مردم، جون به سر کردید واقعا بی شرفا، شما چیزی نذاشتین برای ملت ایران. بله عرض کنم خدمتتون که همونطور که میدونین جمهوری اسلامی بر رویایی داره فعالیت میکنه که بیاد و دایره شیعه بسازه در سراسر جهان. خب دیدیم که در لبنان، در سوریه، در عراق، در افغانستان، همچنین در فلسطین نیروهایی فرستاده و نیروهایی که الان در فلسطین دارن کار میکنن، اینها جهاد اسلامی نام دارن و از جمهوری اسلامی پول میگیرن تا بیان و عملیات های تروریستی انجام بدن. حتی در خماس در فلسطین مردمی که تحت رهبر خماس هستن، دیگه خب خماس اونجا بوده رهبر مردم رو انجام میداده و ابو مازن، حالا اینا خودشون دو گروه بودن، دو گروه متفاوت، حالا
جهاد اسلامی هم اومده اونجا و اینها نمیخوان که جهاد اسلامی در کشورشون باشه و یه جورایی میخواستن از شر جهاد اسلامی هم راحت بشن، نمیدونستن چیکار کنن. عرض کنم هفته گذشته، یعنی همین چند روز پیش، دولت اسرائیل بعد از اینکه خیلی اخطار داده بود به همین سرکرده جهاد اسلامی که آقا این همه بمب ننداز در اسرائیل، این همه خرابکاری نکن، تمام ترورها، حملاتایی که در یکی دو ماه گذشته در اسرائیل اتفاق می افتاد، تمام این خرابکاری ها زیر سر این رهبرشون بود به نام ابو العطا، که بعد از اینکه خیلی بهش هشدار دادن، اخطار دادن، مصر واسطه شد، دست از کاراش نکشید و بالاخره دولت اسرائیل رفت و در منزل این شخص بمب انداخت و دقیقاً بمب موشک نقطه زن که این شخص و همسرش فوت کردن، به هلاکت رسیدن. بعد از این داستان جنگ و حمله ها به طرف اسرائیل آغاز شد و گروه جهاد اسلامی مرتب موشک پراکنی کردن به سمت اسرائیل و خب همگی اینها پشتش ایرانه. یعنی ما میبینیم که الان شاهد جنگ اسرائیل و ایران هستیم در خاک کجا؟ در خاک فلسطین و اسرائیل. امروز هم سردار سلیمانی اومده و تهدید کرده و گفته که اسرائیل باید نابود بشه، از صفحه روزگار حذف بشه و گفته که این اسرائیله که در تمام دنیا ایجاد ناامنی کرده، این آمریکا و اسرائیل هستن که همه جا رو ناامن کردن. تا چه حد ما تهدیدات سردار سلیمانی رو جدی بگیریم آقای احمدی؟ فکر میکنین که واقعا این تهدیدها، آخه 40 ساله داریم ما میفهمیم دیگه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، و اسرائیل شعار نمیده، عمل میکنه. اسرائیل هشدار داده بود که آقا بشینین سر جاتون، گوش نکردن و عمل کرد. اهل این نیست که بیاد هارت و پورت کنه، بگه ما قدرت داریم، ما اینیم، ما اونیم، ولی عمل میکنه. آیا این جمهوری اسلامی که این همه شعار میده حرف عمل هم درش هست؟ حضور شما عرض کنم که من اولا حرف ته دل ملت ایران رو بزنم که دست اسرائیل درد نکنه، که هر از چنگاهی، ما که فعلا زورمون به اینا نمیرسه، هر از چنگاهی عقده دل ملت ایران رو در میاره و بسیار سپاسگزاریم از اون انسان بسیار باشرفی که دستش گذاشت رو اون دکمه. این موشک و فرسا تو طبیله، این طبیله بوده، خونه بوده، کجا بوده این یارو زندگی میکرده با زنش، زدن این دوتا رو به هلاکت رسونن به درک اسفار سافرین فرساش. دستش درد نکنه. یادم میاد یکی بود به نام شیخ یاسین که درب داغون هم بود، خودش خیلی یه پا قرازه بود خودش، من نمیدونم اصلا این چجوری زنده بود. بعد چقدر زیبا، چقدر قشنگ از اون بالا چنان تو ملاج این بیپدر و مادر زدن که وقتی که رادیو اسرائیل خبرشو پخش کرد، ارزم به حضور شما یکی از روزهای بسیار شادی آفرین ما بود و الان هم بسیار خیلی خوشحالیم که این خبر رو پخش شده و شنیدیم و خیلی خیلی هم امیدواریم که از این اخبار هر روز هر ثانیه بشنویم و حضورتون عرض کنم که باعث خوشحالی ماست، چون هر کدوم از این اراذل اوباش، از این جنایتکاران، از مثل یاسر عرفات، مثل شیخ یاسین، مثل همین اراذل اوباش دیگه، این رهبر این حزب الله گردن کلفته، عرض کنم اینا به درک واسه بشن بهتر. اما تعارفا رو کنار بگذاریم، ببینید جمهوری اشغالگر اسلامی خودش میدونه، این سلیمانی که اینکه احمق عددی نیست، اونایی که دارن پشت این فرقه تبهکاران ایستادن و دارن این سیاست مافیایی ارتجایی جنایتکارانه این فرقه را جلو میبرن، خودشون بهتر از هر کسی میدونن. هفته گذشتم عرض کردم اگر یک موشک، یک راکت، یک نارنجک، یک تیر که ثابت بشه این از خاک ایران، از خاک این ایران اشغال شده به سمت اسرائیل زده شده، اون موقع دیگه با
بد بلای سرشون میاره اسرائیل، چون دیگه بهترین بهانه رو شما اومدی به دست کشور اسرائیل دادی که 40 سال داری فوشش میدی، تهدیدش میکنی، پرچمش آتیش میزنی، آدماشو تو بوئنوس آیرس، آرژانتین، تو تونس، تو این ور اونور، تو اروپا میزنی، میکشی، هواپیما میدزدی، آدم میدزدی، ترور میکنی، هر کاری که دلتون خواست با این مردم نگونبخت یهودی در سراسر جهان کردی. ما در اسرائیل هم فعلا خب هیچی نمیگه دیگه در حال بنا به دلایلی هیچی نمیگه، اما اون موقعی که بیاد و تو دنیا ثابت بشه که تو یک تیر به طرف من شلیک کردی، اون وقت جمهوری، اون وقت اسرائیل بهتون نشون میده که 1 متر عصای موسی چند هزار نعلی میذاره جلو باتون. اون وقت اون موقع حالیتون میکنه. اگر جرأت دارید حرف مفت نزنید. ببین اسرائیل چقدر قشنگ، خب نکنید، با دوم شیر بازی نکنید. بازی کردید، حالا اینطوری ساندویچ بیچت کردن گوشتم رو دوش بچهای فلسطینی که تو خیابونا بچرخونن دیگه میگن الله اکبر، این گل پرپر ماست، نمیدونم یه چیزی پیش رفته مثلا پیش رهبر ما، اینطوری زدن نبلت کردن. اگه جرأت داری یه تیر رد کنی به طرف اسرائیل، چرا حرف میزنی؟ چرا اینقدر ور میزنی؟ چرا کری میخونی؟ مگه نمیگید که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند؟ مگه نمیگید حسین ابن علی شهادت؟ مگه نمیدید خیابونا قمه میزنید برای حسین، قمر از سرت میزنی مثل گرمک تا تو نافت باز میشه؟ خب چرا حمله نمیکنید به اسرائیل؟ حمله کنید دیگه. چرا حرف میزنی سردار سلیمانی؟ چرا اینقدر حرف میزنی؟ چرا اینقدر ور میزنی؟ رسما بیا اعلام کن آقا ما به اسرائیل اصلا نمیخوای اعلام جنگ بدی، شبیه خون بزن، از در پشت حمله کن، ولی ثابت بشه شما حمله کردی. شما مثل شاباجی خانوم عرض کنم، یا از طرف لبنان سنگ پرانی میکنید، یا میرید تو لابلای فلسطینیا از اونجا راکت میندازید، یا حالا اومدید سوریه رو بدبخت این کشور رو اشغال کردید از اونجا دارید راکت. شما همش دارید از در پشت، از بالا پشتمون داری حمله میکنی. نه قشنگ بیا دم خونه اسرائیل زنگ بزن، قشنگ مستقیم وارد خونه شو. ای جرأت داری بیا وارد خونه شو، چرا نمیاد؟ اینا ببینید بانو پریسا گرامی، حرفی که من همیشه گفتم و بازم میگم، جمهوری اشغالگر اسلامی برای حفظ بقای ننگین خودش فقط مجبور است که جهان رو، حالا اسمشو شما بذارید فعلا منطقه خاورمیانه، ولی بدون تعارف جهان رو، اینها جهان رو در یک وضعیت قرمز، در یک وضعیت متشنج، در یک وضعیت جنگی نگه داشتن. برای چی این کار کردن؟ فقط به یه دلیلی، چون نمیتونن خواسته های مردم رو نمیتونن پاسخ بدن. خیلی راحت بهتون بگم، اینها ادامه حیات ننگینشون فقط بستگی به چی داره؟ فقط بستگی به حمله و جنگ و حضور شما عرض کنم، بستگی به ترور و بمبگذاری و عرض کنم پرتاب راکت و موشک. اینا اینطوری فقط میتونن حکومت بکنن، اینا به این شکل فقط میتونن حکومت بکنن. اگر دنیا در حالت آرامش باشه، منطقه در حالت آرامش باشه، اینا برای خودشون دشمن ساختگی نداشته باشن، جواب مردم ایران چی میخوان بدن؟ جواب 30 میلیون جوونی که باید تو این سن، یعنی نیروی فعال کار رو چطوری میخوان جواب بدن؟ اینا چطوری میخوان الان به ملت ایران بگن ما دلار رو میخوایم برسونیم به 7 تومن؟ 7 تومن که خوابشو ببینن، 70 تومن هم خوابشو ببینن، 700 تومن چطوری میتونن این کار بکنن؟ چطوری میتونن الان اینا بیان به مردم بگن آقا مردم بله مشکل دارو و دوا تو ایران حل شد، حداقل 50%ش حل شد، حداقل اونایی که واقعا به دوا احتیاج دارن مشکل دواتون حل شد؟ نمیشه. مجبورن یا سلیمانی بیاد، یا اون رضایی بیاد، یا اون یکی احمق بیاد، یا اون یکی تروریسته بیاد، یا اون بشکه چه چه قربان گارسیا که 500 کیلو همونجا افتاد رو رفسنجانی تو استفره یارو رو خفش کرد، فیروز آبادی، اینا یک، یا این میره اون میاد، اسرائیل میکشیم، اسرائیل نابودت میکنیم، یهودی ها رو میریزیم تو آب دریا، اون یکی رو دم آتیش میزنیم. خب بیم بکنیم بچه نگه کوری میخونیم. خب بیا اسرائیل منتظره، من بهتون قول میدم اسرائیل 100% با آغوش باز ازتون استقبال میکنه. تشریف بیارید، من در خدمتتونم. عزیزی از داخل ایران با من تماس گرفت، این مکالمه بسیار بسیار ناراحت کننده بود برای من، شاید بگم روزها به این موضوع فکر کردم. یه جای آتیش گرفته آقای احمدی. بله من اینجا خب کنار خیابون زندگی میکنم،
من حضور شما هست که یه آلمانی یه کبریت یه جه انداخت حالا 6 تا آمبولانس میره پشت سرش 50 تا ماچینا حالا این اولشه حالا پلیس هم میاد بیکارم دیگه کاری ندارن که بله عرض کنم خدمتتون که این ارتباط بسیار غم‌انگیزی بود. این دوست عزیز به من میگه که شما پیام منو به آقای بنیامین نتانیاهو برسونید و بگید به ایشون که تو رو خدا بیاین حمله کنید به ایران، اول از همه هم خونه من بمب بندازید، بنده داوطلبانه حاضرم. مثلا میخوام یه لحظه من یادیسی افته نه حرفتون یادون نره، یه روز تو رادیو اسرائیل آقای منشه امیر یه برنامه گذاشته بودن، یه سری ترورای خیلی وحشتناک شده بود تو اسرائیل، یه دو سه روزی بعد حملاتی شده بود تو کافتریا ها بمب گذاری کردن که تو نارنجک ها میخ گذاشته بودن و اینا، یه آدم کشی وسیع راه انداختن. این موضوع مال اگر اشتباه نکنم 18-19 سال پیشه، سال 2000-2001 تو این سالا بود. به هر حال باور بفرمایید مردم از ایران زنگ میزدن این همین جمله رو میگفتن که اسرائیل حمله کن، اولا خونه منو بزن، ما رو از دست اینا نجات بدید. ملاحظه بفرمایید موضوع مال 18 سال پیشه، ببینید الان چیه. میفرمودید؟ بله بله، الان این دوست عزیز حتی در این ارتباطی که داشتیم گریه کرد و گفت دیگه نمیتونم زندگی ما ادامه بدم، خیلی سختمه، جلوی زن و بچه‌ام خجالت میکشم، به سختی کار میکنم ولی واقعا نمیرسه خرج و دخلم به هم دیگه. امروز تو خبرها دیدم که دارن زمینه سازی میکنن بنزین رو قیمتش رو افزایش بدن، ضمن این که گفتن که یارانه ها رو میخوان قطع کنن دیگه، به قشر متوسط و متوسط پولدار به اصطلاح خودشون یارانه نمیرسه. خب شرایط داره روز به روز تنگتر میشه برای هموطنانمون در ایران. هفته گذشته که تعدادی از این اوایل هفته بود تعدادی از بازنشستگان رفته بودن جلوی مجلس شورای اسلامی در تهران در خیابان بهارستان تجمع کرده بودن که بگن ما واقعا احقاق حق کنیم، ما حق و حقوقمون رو میخوایم. این چه وضعی آخه؟ طرف بازنشسته است، مشکل مالی داره، نمیتونه خرج زندگیشو بده، خجالت زده است، تن سالمی هم نداره که بخواد بره تو اون سن کار بکنه و دولت هم هیچ حمایتی نمیکنه از این بازنشسته ها. ولی چه رفتاری باشون کردن؟ پلیس ضد شورش اومد این پیرزن پیرمردا رو گرفتن و کتک زدن و یه 10-15 تایشون هم بردن، بعد فرداش گفتن آزادشون کردیم. ببینید درد اینه که چرا سازمان حقوق بشر هیچی نمیبینه. مثلا هفته گذشته همین چند روز پیش خبر در اومد که در یک روستای دیگر ایران هم که 800 نفر جمعیت داره نزدیک 150 نفر بیماری ایدز گرفتن. آخه چجوری این نسل کشی ایرانیان، یعنی این دست کمی از هولوکاست نداره؟ این چیزیه که الان خود ایرنا و ایسنا دارن میگن، یعنی خودشون دیروز خبری منتشر کردن جمعیت ایران 80 میلیون نفره. جناب احمدی گفتن 60 میلیون نفر جمعیت ایران مشکل معیشتی دارن، یعنی نمیتونن حتی سفره غذای عادی داشته باشن برای خانوادهشون، یعنی یه رقم نجومی بسیار وحشتناکی است 60 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی کنن. خب ببینید بانو پریسا، برای وقوع یک انقلاب در یک کشور دو عامل اساسی مهم، یکی فقر، یکی فشارهای سیاسیه. در دوران شوروی مردم نمیگم ثروتمند بودن، فقیر بودن، شوروی هم دوران فقر رو میگذرون، ولی در نهایت همه داشتن که بخورن، یعنی یک فقر عمومی بود. به چه
شما به عنوان یک شخصی که در شوروی، اتحاد جماهیر شوروی زندگی میکردی تا پیش از فروپاشی، شما تأمینات داشتی، یعنی بچت مدرسهش مجانی بود، دانشگاه میرفت مجانی بود، بیمارستان ها مجانی بود، دکتر و دوا مجانی بود، حتما همه کار داشتن، تمام مردان و زنان در شوروی کار داشتن، کار میکردن، هیچ کس در شوروی بیکار نبود، مگر خب نمیتونست کار کنه یا بازنشسته بود. اما طبیعتا زیر پات هم مثلا کادیلاک نبود، بی ام و نبود، سفر مثلا نمیتونست بری جزایر نمیدونم قناری، ولی همه سر سفرهشون یه بوت ودکا بود، گوشت بود، حالا میگم گوشت هم مثلا گوشت بره، ولی برای کسی به اسم گوشت بود، ماهی بود، نمیدونم نونی بود و شکما سیر بود، جشنشون هم میگرفتن. مشکل سیاسی بود در شوروی که 70 سال طول کشید تا منفجر شد. در کشورهای آفریقایی مشکل شکمه، گرسنگیه. تمام رژیم هایی که در کشورهای آفریقایی یکی پس از دیگری کودتا میشه، سقوط میکنن، انقلاب میشه، درگیری میشه، جنگ داخلی میشه، 99% هم نه 100% سر خاطر شکمه، فقر خورد و خوراک. در کشور ما هر دو مشکل هست، یعنی ما هم مشکل سیاسی با این اراذل و اوباش داریم، هم مشکل معیشتی باشون داریم. یک ملت رو فقیر کردن که بتوانند برای ملت حکومت کنن، منتها چون بی سواد و احمقن و اومدن تکیه بر جای بزرگان زدن، نفهمیدن، واقعا نفهمیدن. یعنی اگه کسی تصور بکنه آخوندها فهمیده این کارو میکنن، نه، آخوندها نفهمیدن، انگلستان نفهمید که آخوند رو تو چه کشوری آورد. آخوندها و انگلیس ها تصور کردن با چیره شدن بر ایران و بردن آریامهر بزرگ از کشور میتوانن به صورت وسیع مملکت رو به فقر برسونن، و بنا به تعریفی که شما جامعه‌ای رو که به فقر برسونید میتونی به حکومت بکنی، برای مملکت حکومت کنن. سرمایه های ملیشون رو غارت میکنین در طی نیم قرن که 40 سالش گذشته، واسه خودشون این داستان رو کردن که ما یه 50 سال نفت و گاز و طلا و هر چی دارن، خاکشون رو بردارین ببرین، به خاک سیاه که انداختی میشون کرده میشون سومالی، بعد دیگه ولشون میکنی، آره میخوام بره انقلاب کنیم و هر کاری دلتون میخواد بکنیم. اما اینا نفهمیدن که این کشور یه پیشینه تاریخی داره، این کشور یه وزنه است. این کشور عراق نبوده که از دل ایران اومده بیرون، اون حالا اون قسمت بابلیانشو قاطی نکنید، من دارم راجع به یک مسئله تاریخی صحبت میکنم. نفهمیدن که ایران مثلا فرض بفرمایید پاکستان نیست که از دل هند اومده بیرون، نفهمیدن که حتی ایران مثل شوروی و چین هم نیست، این کشور یه ریشه تاریخی داره، و اومدن به فقر رسوندن، فشار سیاسی هم روش آوردن که امروز میاد اعلام میکنیم آخ دیگه نداریم، دیگه به بنبست رسیدیم، رئیس جمهورش میگه ما به بنبست رسیدیم، حتی ما دیگه نمیتونیم این پولایی هم که به عنوان کمک، حالا چیزی هم نبوده 2010ش به مردم میدادن که یه جورایی مثلا بگن آقا ما یه کمک‌های به اصطلاح داریم به شما میکنیم، همون 2010ش هم اومدن قطع کردن، بنزین هم دارن میبرن بالا. این چیه؟ اگر خاطرتون باشه تو همین برنامه که با شما من داشتم 4 هفته پیش اگر اشتباه نکنم، عرض کردم حضورتون که راجب تحریما شما از من سوال کردید، عرض کردم حضورتون که ترامپ داره جمهوری اسلامی رو زجر کش میکنه، خوب روشی رو گرفته، درست ما شاکی هستیم میگیم آقا کار یهو باید تموم بشه، ولی داره زجر کششون میکنه. میدونی چرا؟ ترامپ داره انتقام 444 روز گروگانا رو میگیره و زجر کش خیلی قشنگ داره میره جلو، یعنی کاری میکنه که صدای خورد شدن استخوناشون رو بشنوید، و طوری برنامه رو برده جلو که فقط جلوشون یه راه گذاشته، یا شروطی رو که بهتون گفتم قبول میکنید، یعنی خلع سلاح کامل، یعنی شما، یعنی اگر اون شروطی رو که ترامپ گذاشته اینا قبول بکنن امضا بکنن، یعنی چیزی به نام جمهوری اسلامی وجود نداره، اسمشو واقعا باید عوض بکنن، همه جوره پدرشون رو در آورده. بعد اینا به دلیل اینکه سیاستاشون، چون سیاستمدار نبودن، یه مش روزخان و شیخ و جنگیر و فالگیر بودن و یه مش ملای بی سواد بودن، چون نتونستن برای خودشون در یک روزهای بحرانی یه جاهایی رو برای آشتی بذارن، به همه لگد پر کردن، به همه جفتک انداختن، حالا موندن تو گل، حالا میخوان برن از کی پول بگیرن؟ روسیه که دیگه بیش از این نداره کمک کنه. چرا؟ چون دیگه ایران چیزی نداره که بخواد به روسیه بده که روسیه پول بهشون بده. چین دیگه نمیتونه بهشون کمک کنه. چرا؟ چون چین بخواد دیگه چی میخواد از جمهوری اسلامی بگیره؟ نفت مفتو که گرفته، پیش فروش که کرده،
هر چی بونجول بوده که فروخته، حالا میخواد باشون معامله کنه، میگه من پول میخوام، خود من چین احتیاج به دلار دارم، دلار داری به من بده، من حمایتت میکنم تو سازمان ملل، هر کی بخواد کار کنه من بتون میکنم. روسیه میگه آقا به من دلار نده، روبل بده، داری روبل من، من ریال تو رو نمیخوام. ندارن، خالی شد به دلیل دزدیایی که در طول 3-4 سال اخیر از دوران احمدی نژاد آغاز شد، 6-7 سال اخیر آغاز شد، هیچ چی دیگه نمونده. یعنی شما در خزانه مملکت رو باز میکنی، خزانه نیست، شده خزینه، خزینه بی آب، هیچ چی توش نمونده. خب طبیعتا پاسخ میرسه به کجا؟ میرسه به این که خامنه ای میخواد بیا خودشو نشون بده، نگاه کنی من سر جام، اما ببین مردم چقدر منو دوست دارم، میرم یزد، میرم کرمان، آره تو به مدینه چقدر دوست دارم. بعد اون یکی احمق رئیس جمهورش بیاد بگه که آقا نداریم دیگه، نداریم. بعد میشینن دور خودشون چی فکر میکنن؟ حاج آقا بله بنزین رو ببریم بالا، حاج آقا بله قیمت آب و برق و چیزا رو، اینا که به هر حال دولت میتونه از مردم بکشه بیرون ببرید بالا، آقا بله اون سپرده های پولاشون رو پس ندید، آقا مثلا فرض فهم اون یارانه هایی که کمک میکردیم اونا رو ندید، آقا قیمت اینترنت رو ببرید. حالا شروع میشه، قیمت اینترنت بالا میره، قیمت پولای تلفن های دستی بالا میره، نمیدونم هر چی که دولت روش چنگ انداخته باشه، بعد تازه اینا بالا میره، اون پول جمع میشه، بعد چیکار میکنن؟ به زخمشون نمیزنن که، باید جواب حماس رو بده. چرا؟ چون اگر جواب حماس رو نده، پول به حماس نده، حماس که موشک نمیندازه سر اسرائیل، بعد اگه موشک به سر اسرائیل لندازه، بعد چجوری بیا به مردم بگه دشمن پشت درهای بسته است؟ میاد چه بازی های مسخره ای را میندازه؟ بازی را میندازه تو استادیوم تبریز، 4-5 تا بچه بسیجی یه دونه پرچم آذربایجان بگیرن برای اونجا شروع کنم مزخرف بگن، یا پرچم ترکیه رو گرفته ترکیه، ترکیه الان برام یه عکس اومده، یه جوونی بعد وقت مشخصه $10 بهش دادن پشت صندوق عقب ماشینش بسته پرچم، یه پرچم من در آوردی، نمیدونم مال کجاست، پشت صندوق عقبش، صندوق ماشینش که باز میکنه این پرچم من در آوردی، مال آذربایجان، مال کجاست؟ یعنی مثلا میخوام به مردم بگم نگاه کنید، اگه ما بریم تجزیه میشه، نه اگه بمونی تجزیه میشه. موضوع اینجا ادامه یا حیات فرقه تبهکاران یعنی تجزیه ایران، ادامه فرقه تبهکاران یعنی کشت و کشتار. شما برید نه ایران تجزیه میشه، نه کشت و کشتار میشه، نه فرق هست، نه بیچارگی هست. ایران در یک پروسه 5 ساله برمیگرده به یک دوران آرامش، که از اون دوران آرامش شروع میشه به سازندگی. ما در طی 6-7 سال آینده میرسیم به سال 57 که علاوه کشور ترک کردن، سریع ایران جمع جور میشه. چرا؟ چون هم نیرو متخصص داره، هم منابع طبیعی داره، هم سرمایه دار داره، و همین که در دنیا اعتبار تاریخی و اعتبار بین‌المللی داره. شما اراذل اوباشی که اومدی جلوی تمام این رشد و روند رو گرفتی، پس مولد تمام این بدبختی ها شما هستی، شما آخونده هستی. من این مملکت سرمایه داره، اون مملکت ثروت داره، در اون مملکت نباید بچه بره توی قبر بخوابه، جوون بره تو کارتون بخوابه، راننده های تاکسی همشون لیسانس و فوق لیسانس و دکترا داشته باشن. در اون مملکت نباید زن و مرد ایرانی به دلیل نبودن دوا برن تلف بشن. در اون مملکت نباید مردم برن آب لجن بنوشن. در اون مملکت نباید کمبود آب و برق و تلفن و اینترنت و اصلا کمبود نباید باشه. ایران یک کشور بسیار بسیار ثروتمندی است که از این بابت مورد حسادت جهانیان هست، به ویژه انگلیس‌ها و روس‌ها. و این کشور ثروتمند با یک نیروی ملی، با یک مش انسان‌های متخصص و میهن پرست و عاشق، در یک پروسه 4-5 ساله میرسه به اون نقطه‌ای که باید برسه و حقشه به اون نقطه برسه. شما ملاحظه بفرمایید 8 میلیون ایرانی خارج از کشور، از این 8 میلیون شما بگو 1 میلیونش ایرانی متخصص و پولدار برگره ایران، بس 7 میلیون رو بذاری کنار. 1 میلیون ایرانی متخصص و پولدار همین الان سرمایه‌هاشون رو از سراسر اروپا و امریکا و دبی و ترکیه و کانادا و استرالیا، هر جایی که ایرانی هستن، اوناشون بردن برن ایران. خب ایران الان چی میخواد؟ پول میخواد، یه تزریق پولی میخواد، این پولا وارد ایران بشه. بجز این پولا، همه ما هایی که تو خارج از کشوریم، هر کدوم یه تخصص یاد گرفتیم، من تو محل کارم، شما تو محل کارت، اون آقا تو محل کارش، اون خانم تو محل... هر کدوم از ما یه تجربه تو زندگیمون تو این مدت در خارج از کشور به دست آوردیم. این تجربیاتو بزنین رو پولا بردارید بدید ایران، خودتون بشین دو تا چهار تا کنین، 5 سال دیگه ایران چی میشه؟ خب جلوی سقوط فرقه تبهکاران و اتحادیه اروپا گرفته. برای چی گرفته؟ به خاطر اینکه میدونه چه آینده‌ای به زودی نصیب ملت ایران میشه. بعد اون موقع آلمان به جای اینکه بنز و BMW تولید بکنه، راستوسی بعد اینجا لواشک تولید بکنه. فرانسه به جای اینکه بخواد ژیان بفروشه و نمیدونم پژو بفروشه، بعد بره قره قرود بفروشه. بعد تازه تولید بکنین، کجا میخواین بفروشین؟ خود شما که دنیا رو به آتش کشیدی، مشتریای آلمان و فرانسه، همین دو کشور صنعتی اروپا، بقیه رو ول کنین.
مشتری آلمان و فرانسه تو جهان که بوده، ایران بوده، عربستان بوده، عراق بوده، کشورهای نفتی، کشورهای پولدار. خود دو تاشو که زدین نفله کردین. عربستان هم که دیگه مگه بره واسه شوتوراش بخواد بره BMW بخره؟ جمعیتی نداره. چون باید جنس دو جایی بپوشه که اون کشور جمعیت زیادی داره. نه مثل پاکستان، پاکستان پول نداره. بنابراین شما یک بازار بسیار بسیار مهم رو در جهان به نام ایران از دست دادی. حالا چون از دست دادید میگید اگر ول کنیم این بازاری رو که همین بازار در به داغونه که یه دو قرون هم داریم بهش میفروشیم، اینم از اینم بخوایم ول کنیم بدیم به دست خود ایرانی، خب طبیعیه ما اینجا باید سماق بمیگیم. میدونید یک کلاف سردرگمی شده. یک نصیحتی که من همیشه به این اروپایی‌ها کردم و بازم بهشون میگم اینه که شما نگران وضعیت خودتون نباشید. آلمان بیشعور، فرانسه احمق، انگلیس بیشعور، شما به نگران این نباشید که رضا پهلوی برگرده ایران ما کارمون تمومه. نه، ما هم به شما احتیاج داریم، ما هم میخوایم با شما در ارتباط باشیم، ما هم احتیاج به تکنولوژی شما داریم، ما هم میخوایم نفتمونو بفروشیم. نفتمونو بریم به کی بفروشیم؟ به سودان؟ به سومالی؟ به موزامبیک؟ به کی بفروشیم؟ به فیلیپین؟ خب نفتمونو بعد به آلمان و فرانسه و انگلیس، به کشورهایی که سرمایه دارن و از کنم صنعتی هستن باید بفروشیم. شما به ما محتاجید، ما هم به شما محتاجیم. یه دست به قول آلمانی‌ها میگه این دیز این دست اون دستو میشوره. ما هم به شما محتاجیم. ما باید در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیز کنیم. شما میگی نه ما میخوام بچمم تو سرتون هم بزنیم، آخوندم بیاریم اونجا، کشورتون رو 5000 سال بندازیم عقب، گور پدرتون هر چی ما میگیم باید گوش کنی. نه، ما رو لولو برد، تموم شد. دوران تیغ‌علی‌شا تموم شد. دوران ممدلی و چورتلی و احمد شاه و اینا تموم شد. تموم شد که برای ما صدر اعظم تعیین می‌کردیم. حالا دورانی است که رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ اومدن پایه‌های ناسیونالیسم، پایه‌های میهن پرستی رو در کشور ایران کاشتن و ملت ایران به ویژه این نسل کنونی الان تازه این نسل جوان فهمیده فردوسی چی میگفته. نسل من نمیفهمید، ما فقط تو کتاب فارسی میخوندیم بریم نمره بگیریم. الان این نسل جوان فهمیده مولوی چی میگفته، خیام چی میگفته، سعدی و حافظ چی میگفتن. الان این نسل فهمیده کوروش چی بوده. الان این نسل فهمیده چرا شاهنشاه آریامهر رفته میگه کوروش آسوده بخواب ما بیداریم. این نسل فهمیده. چرا فهمیده؟ به دلیل اینترنت، به دلیل طبیعتاً یه فضایی که در جهان به وجود اومده. این نسل بیشتر مطالعه کرده، این نسل بیشتر با تاریخ آشنایی پیدا کرده و چون زیر فشار و فقرم بودن رفتن ببینن آقا دلیل فقر ما چیه. چون شما فقط خیال نکنید فقر عامل همه چی فساد و کثافت و فحشا و اعتیاد و اینا میشه، اونا به جای خود. اما یک خوبی هم این فقر داره که فقر باعث رشد فکری در جامعه میشه. البته بستگی به نوع جامعهش هم داره. جامعه ایران این پتانسیل رو داشت که رشد فکری پیدا بکنه. به چه شکلی؟ به شکلی که آقا مگه میشه من نفت دارم، گاز دارم، تمام منابع طبیعی که جهان بهش محتاجه دارم، پس چرا من فقیرم؟ پس چرا پدر من تو سن 65 سالگی 70 سالگی هنوز باید بره کار کنه؟ چرا؟ به دلیل این که حالا باید برم بخونم به چه دلیلی. بعد میریم میخونیم اینی آه دست کثیف استعمار، روس‌ها، انگلیس‌ها و سایر کشورهای جهان اومدن مثل کفتار ریختن رو سر مملکت ما. من جوان اینجا بیکار موندم، من جوان با داشتن مدرک لیسانس، با داشتن مدرک فوق لیسانس باید مثلا در بهترین حالتش خیلی شانس آوردم شدم راننده تاکسی یا باید برم تو کارتون بخوابم. خب یه جوان تا چقدر تو خونه بشینه به پدر مادرش بگه پول بذارم تو جیبش و غیره و زاله. بنابراین یک کلاف سردرگمی شده که یکی باید به این بیشورا حالی بکنه که دست از سر این شرایط بردارید، دستتون از پشت حمایت جمهوری اسلامی بردارید. همونطور که اون آقای نتانیاهو بارها گفته ما دیگه صبرمون داره لبریز میشه، ما وای نمیسیم اینقدر کتک بخوریم. یه کاری نکنه که ما مجبور شیم منطقه رو بریزیم به هم. بعد اون موقع پای اسرائیل بیاد وسط، پای امریکا هم میاد، پای امریکا که بیاد و روسا از اون طرف میان. بعد همونی که من همیشه گفتم جنگ جهانی سوم که مولدش و مسبب اصلیش جمهوری اسلامیه، چرا دنیا میخواد بره دنبال جنگ جهانی سوم؟ بعد تصور نکنید که این جنگ تو اون منطقه میمونه بین ایران و اسرائیل و عربستان و سوریه و عراق و اردن و ترکیه و چارت و کرد و غیره و زاله. خیر، این آتش به سراسر جهان کشیده میشه. این آتش مثل آتش جنگ جهانی دوم نیست که فقط طرف مقابلتون آلمان نازی باشه. این یک جنگ قبیله‌ای میشه، بدتر از جنگ‌های صلیبی. چرا؟ چون پای یهودیان هست، پای اسلام شیعه هست، پای اسلام وهابیون هست، پای اسلام سنی هست، پای ده‌ها قوم و قبیلتون منطقه هست و پای مسیحیت هم هست. اون موقع چی دیگه؟ به قول قدیمی‌ها میگفتن جناب آقای چارپا رو بیار و باقالی بار کن. بعد اون موقع دیگه نمیتونی جمعش کنی. بعد
توی 3-4 ماه اخیر نزدیک به 4 نفر در شهرستان قم به خاطر فقر خودکشی کردن و این 4 نفر هر 4 تاشون جانباز بودن که در جنگ ایران و عراق به جبهه‌های جنگ رفته بودن و این خبر بسیار بسیار ناراحت کننده و ناگواری است که چرا حالا توی قم همچین آماری دست به خودکشی زدن، نمیدونم واقعا علامت سواله که چرا توی قم باید این اتفاق بیفته. در 2 ماه 3 ماه 4 نفر برن و دست به خودکشی بزنن. اگه اجازه بدین یه قسمت کوتاه از صدای این دوست عزیزمون که با من مکالمه ای داشت و تماس گرفت و دل تنگش رو خواست با ما باز کنه و همدمش باشیم براتون بذارم، اجازه هست؟ باش میکنم با جمال مهربان. بله، یه قسمتی از صدای این دوست عزیز رو با هم بشنویم و چقدر ناراحت کننده است که میگه بیاین خونه منو بزنین. ببینین مردم به کجا رسیدن که حتی حاضرن جنگ بشه که ریشه این آخونده کنده بشه. حمله مغول نشد که دولت نظامی اون موقع که فقط با حمله نظامی مغول تونستن این کارو بکنن، مگر حمله اشرف افغان به دولت صفویه نبود که دولت صفویه اسلامی رو سقوط دادن؟ آقا حمله نظامی بکنید، چقدر دیگه ما کشته میشیم؟ همینطور ما در روز داریم کشته میریم. جهنم دست ملت هم که کشته بشه از دست آخوندها راحت میشیم. چرا نتانیاهو فکری به حال ما نمیکنه؟ بابا ناسلامتی کوروش کبیر کمک تو کرد، ما هم کمک احتیاج داریم، کمکمون کنید آقا. با حمله نظامی من حاضرم بمب بندازه خونم راحت بشم از دست آخوندها، مردیم دیگه، بسه خدا بس. مردیم دیگه، کس نمیرزه تو خیابون، ملت احمق شدن، ملت خرف شدن، میترسن. بابا ترس بهتر یا مردن؟ من حاضرم همیاران بکشنم ولی دولت عوض میشه. تو رو خدا به نتانی آهو بگوی فکری با علمان بکنن، تو رو هم فکر نکنم کاری بکنن، تو رو هم داره میره ذره با اونا پشت بسی که دارن قرار داد ببندن. آقا فقط نتانی آهو ازاد ما میرسه، نتانی آهو میدونه ما چی داریم میکشیم، تو رو خدا کمک بکن. تو رو خدا. دوست عزیز بسیار متاسفم، میدونم چه خبر اونجا، اطلاع دارم. بله، اینم صدای این هموطن عزیزمون بود که از ناحیه جنوب ایران تماس میگرفت. این روزها جمهوری اسلامی در جنوب ایران بسیار بسیار داره بدرفتاری میکنه با هموطنان ما. جناب آقای احمدی نیروهای ضد شورش فرستادن، خبر دارم که امروز هم یک آزادیخواه دیگر رو در منطقه خوزستان، در استان خوزستان دستگیر کردن که از عربهای اهواز بوده. بعدن یه عده میان صحبت تجزیه طلبی رو مطرح میکنن، از این جور صحبت ها میکنن. به نظر من اگر هر ایرانی که میاد میگه که تجزیه طلب ها و دوست داره که ایران یک پارچه بمونه، همونطور که من دوست دارم ایران یک پارچه بمونه، باید اقدامی بکنه. چرا ملت در خوزستان، در اهواز، در آبادان لنگ آب شربن، آب خوردن ندارن، گرفتارن؟ گرچه اون استان خوزستان ثروتمندترین استان ایرانه، نفت رو از اونجا دارن میکشن، ولی مردمش در فقیرترین وضعیت ممکن دارن زندگی میکنن. وقتی هم میان بیرون اعتراض کنن، خب میگیرن میبرن. الان هفته گذشته مردم شوش اومده بودن بیرون، مردم اهواز اومدن بیرون، یه دونه شاعر اهوازی رو گرفتن کشتن هفته گذشته، توسط جمهوری اسلامی جانش رو از دست داد که باعث خشم و تنفر ملت خوزستان شد، هموطنهای عزیزمون. خب اگر تهران می اومد حمایت میکرد از خوزستان، اگر منی که فارسم بیام حمایت کنم از خوزستان،
کجا این جمهوری اسلامی جرأت میکرد با مردم خوزستان این چنین رفتار کنه؟ ما مشکلمون اینه جناب آقای احمدی، باید چطوری این مشکلات رو حل کرد؟ حالا ملت خوزستان که اینجوری عجز و ناله میکنن، وضعشون از همه جا بدتره، بعدا انگ تجزیه طلب هم بهشون میزنن، میگن اینا میخوان تجزیه، گریه میکرد برای من، میگه خانم به خدا ما تجزیه طلب نیستیم، ما ایرانی هستیم، خودمون رو ایرانی میدونیم، ولی کمک میخوایم. ببینید با اون پریسا، با احساسات کار جلو نمیره. من و شما میدونیم، ماهایی که به هر حال توی این شرایط دیر کردیم، میدونیم که وضعیت مردم ما مثل همین جوان بسیار متأثر میشه انسان خوب، یک مرد به این مرحله برسه و دیگه مستحصل میشه، دیگه به بنبست کامل میرسه. ما میدونیم چه خبره. ببینید بانو پریسا، برای نجات یک بیمار بالای سر بیمار گریه کردن کار رو به جایی نمیرسونه. خب شما الان رسیدید میبینی دو تا ماشین با هم تصادف کردن، دو سه نفر سرنشینا هر دو اتومبیل آشولاش افتادن وسط جاده. خب ما هی بشینه بگیم وای نگاه کن دماغش هم شکسته، اخ 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 دستش هم کنده، نگاه غرقه به خونه. خب شما کمکی نکردی، شما دارید از این صحنه ای که میبینی دارید اظهار همدردی میکنی، کمکی نکردی، کمک زمانی میکنی که بتوانید به یک وسیله، حالا فرض کنید الان تلفن هم ندارید، زمان قدیم از این تلفن های دستی نیست، اینا رو باید بریزید تو ماشین، یک کاری بکنید اینا رو برسونید بیمارستان، اینا دارن میمیرن، دارن جون میدن. ملاحظه فرمودی ایران ما یک بیماره، این بیمار احتیاج به یک کمک داره. با اینکه آی نتانیاهو تو رو خدا بیا ما رو بزن، اول خونه منو بزن، گریه مصیبت، یا بابا من اهوازی ام، اگه میام شعار میدم به زبان محلی خودم، من تجزیه طلب نیستم، والا ما ایرانی هستیم، بچه ها نمیدونم توی لرستان به هم میشه، بچه ها تو اهواز به هم میشه، همه جا شروع شد، کازرون یادتون رفته، اصفهان یادمون رفته، کرمانشاه دیدیم چه خبر شد و سایر نقاط کشورمون، و همین قوم شلوغ شد، کار به درگیری کشید، تهران بارها به اون مرحله دیگه رفتن به سمت سقوط، ولی چرا جواب نداد، چرا سرکوب شد؟ ببینید یک مسائل رو باهاش ریشه‌ای برخورد کنیم. ما احتیاج داریم به یک سازماندهی جهت هماهنگ کردن این وضعیتی که در ایران همه بهش دوچار شدیم. اما پرسش اساسی اینجا، کی باید این سازماندهی رو بکنه؟ کسانی که مدعی هستن به اسم گروه های اپوزیسیون و به اسم رهبران سیاسی. چرا من میام انتقاد میکنم به این تندی؟ چرا من میام میگم اینا مزدورن، اینا حقوق بگیرن، باشون پدرکشتگی که ندارن، باشون مال اموال منو که نخوردن، پدر منو که نکشتن، با دلیل میگم، با سند میگم. من تا میگه که سیر از گرسنه خبر نداره، سواره از پیاده. تا موقعی که من الان اینجا نشستم سیرم و خبر ندارم شمای گرسنه داری چه دردی میکشی، کار درست نمیشه. من باید گرسنه بشم تا گرسنگی شما رو بفهمم. وقتی که ما توانستیم بفهمیم آن جامعه در چه مصیبتی گرفتار شده، در چه فاجعه گرفتار شده، براش یه نسخه صحیحی نپیچیم، کار همینه، آش همینه. سلیمانی برای همین میاد کوری میخونه، خامنه ای برای همینه که هنوز داره راست راست اون مملکت میچرخه، این حسن روحانی برای همینه که پا میشه میاد نیویورک، نخست وزیر انگلیس میره پیشش، صدر اعظم آلمان میره پیشش. چرا؟ چون اینا بهتر از هر کسی میدانن که با پولهایی که در بین این اراذل و اوباش خارج از کشور پخش کردن، چگونه توانستن با ساختن اپوزیسیون های قلابی در داخل و در خارج، یک طیف عظیمی از میهن پرستان رو پس بزنن، ما رو خانه نشین بکنن، به جاش یه سری اراذل رو اوباشو بیارن جلوی رادیو تلویزیون ها به اونا بگن شما اپوزیسیونی. بعد اونا بیان چیکار بکنن؟ چون نوکرن دیگه، مزدورن دیگه، مثل علیرضا نوریزاده. چیکار میکنه؟ میاد و تمام راه رو میکشه به اون سمتی که جمهوری اسلامی میخواد، مثل هوشنگ امیر احمدی با جریان
اون تریتا فارسی و نمیدونم لابیگری هایی که کردن، بعد با کمال بیشرمی، خب ملاحظه بفرمایید، ببینید درد و آدم باید بدونه، با کمال بیشرمی لابی جمهوری اسلامی که پا میشه میره ایران، میره پیش احمدی نژاد، بعد سالی 1 تا 1.5 میلیون دلار فقط پول تو جیبی میگیره، یعنی الان بالای 25-30 میلیون دلار فقط پول تو جیبی گرفته، حالا بجز پولایی که بهش دادن لابیگری کنه، بعد بری گروه درست کنی که ما رو به عنوان جمهوری اسلامی نگهداری، دیشب میشینه پیش شهرام و همایون، این کلاش دوز میشینه پیش اون، بعد جفتشون از قبل با هم هماهنگی کردن که بیان رضا پهلوی رو بکوبن. یعنی شما هر کسی رو میبینی جلو دوربین میاد به دستور جمهوری اسلامی، همشون بدون استثناء به دستور جمهوری اسلامی فقط همشون یه هدف دارن، رضا پهلوی رو بکوبن. و تازه یه عده‌شون هم به عنوان دروغین مبارز میان میگن اصلا نگه جاوید شاه، جاوید شاه اصلا درست نیست، این اصلا اشتباهی کسی میگه جاوید شاه. چرا؟ چون یک جامعه ای به این نتیجه رسیده که ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، باید برگردیم به اون دوران. بعد به اون دوران میخوای برگردی، برگشت به اون دوران یه فرمولی داره، یکی از این فرمولاش جاوید شاهه که ما اومدیم اینو چیکارش کردیم، تو دهان مردم انداختیم. حالا یه عده به اسم دروغین مشروطه خواه میان جلو دوربینا میشینن، یه عده که حتی پرچمو به قرص خودشون دیگه نمیذارن، بعد به خودشون میگن دکتر، میان جلوی دوربینا میشینن، بعد از خودشون هم همین هر جا میرن توقع دارن همه بهشون بگن دکتر 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 دکتر، به 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 چه متخصصی، چه تسوادی، چه شخصیت بارزی. ولی شما بازده کار همشون رو برید نگاه کنید، چه بازده داشتن؟ هیچی. یک چرخه، یک دایره، به قول آلمانی میگن یک دایره شیطانی، ما افتادیم تو یک دایره، هم تو دور خون داریم این چرخه. کی میتونه این وضعیت رو درست بکنه؟ رضا پهلوی. رضا پهلوی احتیاج به چی داره؟ یه سری وسیله تو دستش، ابزار میخواد. ابزار اولش چیست؟ رسانه‌های گروهی. ابزار دومش چیست؟ طرفدارانش در خارج از کشور که جنبه تبلیغاتی براش داشته باشن. ابزار سومش چیست؟ ملت داخل کشور که اینها گوش کنن به حرفای اعلیحضرت با هماهنگی میان پرستان که کارو انجام بدن. کدوم یکی از این ابزار در دست رضا پهلویه؟ همه اینا رو بذارید کنار، حالا بگید همه رادیو تلویزیونا هم داره، میان پرستان هم داره، از اصل قضیه رو نداره، یعنی اجازه بهش نمیدن. به این آقا میگن آقا شما تو آمریکا داری زندگی میکنی، حق فعالیت سیاسی نداری. خب پس این آقا چیکار باید بکنه؟ خب هیچی. تازه بعضی موقع از خط قرمز هم عبور میکنه بنده خدا. بنابراین ما برای نجات کشورمون احتیاج به یک راه حل صحیح سیاسی داریم. راه حل صحیح سیاسیش هست، ابزارش هم هست، منتها دست و بالمون رو بستن. به جای این که به من موقعیت بدن، اینجا رو با قدرت عرض میکنم، شما فرض بفرمایید، به طور مثال میگم، شما فرض بفرمایید در لس آنجلس به جای تلویزیون ایران آریایی ما 2 تا تلویزیون ایران آریایی داشتیم تو لس آنجلس، خیلی راحت بهتون میگم. فرض بفرمایید همین تلویزیون پارس اسرائیل، این نمونه شما تو همین آلمان تو هامبورگ داشتیم، یه نمونه شو تو لندن داشتیم، یه نمونه شو توی پاریس داشتیم. خب خدا بده برکت، هر روز در هر تلویزیونی رو باز میکنی میبینی پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید شان ایران، صحبت خاندان پهلوی، صحبت خدمات شاهنشاه، صحبت خدمات رضا شاه، صحبت از رضا پهلوی، عکسای پادشاهان پهلوی. و همین برنامه شما دیدید آریا مهرو از تلویزیون من و تو در 2 قسمت؟ من شنیدم که این برنامه رو من ندیدم، ولی شنیدم بازتاب‌هاش رو من در فضای مجازی دنبال کردم، گفتن که این مستندی که پخش شده بود از زندگی شاهنشاه آریا مهر خیلی مردم رو تحت تاثیر قرار داده بوده و خیلی چیزها بوده که مردم نمیدونستن. و اون قسمتی که شاهنشاه ایران میگه که من از ایران رفتم که کسی کشته نشه و فکر نمی کردم بعد از رفتن من جنگ میشه و این همه جوان کشته میشن، اگر میدونستم یا فکر میکردم این چنین میشه هرگز ایران رو ترک نمی کردم. و این قسمتی بود که من خودم شاهدم، یه عده با این اصلا گریه کرده بودن از هموطنهای ما. اینقدر برای من پیام، من تو عمرم در طول 1 سال اندی که در کانال تلگرام هستم اینقدر برام پیام نیومده بود، واقعا میگم ها، که دوشنبه و چهارشنبه من فرمایشات آریامه رو، همون فرمایشات خودشون رو اومدم با مردم، حالا من نه ادعایی داشته باشم، در حد خودم، در حد توان خودم باز کردم صحبت های علازاتی که آقا این بنده خدا برای این کشور رو ترک کرد،
این بنده خدا که اینجا نشسته داره این حرفا رو میزنه، این بوده شرایط. حالا مقصودم چی؟ مقصودم این هستش که یک مستند دو ساعته آریامهر قسمت اول و قسمت دوم، دو ساعت سه ساعت برها که پخش شد، شما ببینید چه اثر عمیقی در جامعه گذاشته. چرا تلویزیون من تلویزیون من و تو رو نه ازش الان تشکر میکنم نه محکوم میکنم، حرف من چیز دیگری است. چرا؟ چون من گفتم میگم و رو حرفم میمونم، نه رو حساب لجبازی ها، رو حساب سند. من با سند حرف میزنم، من با مدرک، چون فردا باید جوابگوی حرفام باشم. تلویزیون من و تو که چنین قدرتی رو داری، تو که چنین امکاناتی رو داری، تو که میتونی بری همچین آدمی رو، یک همچین انسان با شرف میهن پرستین آقای صادقی رو بیاری همچین کاری بکنی، چرا در 365 روز فقط یک بار این کارو، یه بار سالی یه بار میگی مستند رضا شاه از تهران تا قاهره آریامه؟ مگر شما یه ادعاهایی نمی کنید؟ آقا چه ادعایی؟ ادعا دارید میکنید؟ بعد چرا آریامه رو پخش میکنید؟ خواهم توی لگم بفروشید و بیا تو شام بخوریم و بگه ماچ به من بده و من بیام به تو ماچ بدم و بریم استادیوم فوتبال و از تونل زمان رد بشیم و نمیدونم بهروز وثوقی ممل آمریکایی رو سال فلان بازی کرد، همین مسخره بازی که راه انداختین و میمون بیاریم به مردم نشون بدین و جای دوست خوشمان به مردم نشون بدین، همین کاری که دارین میکنین دیگه. خب پس میتونید این کارا رو بکنید. من میتونم بیام بگم ملت بگی جاوید شا، من میتونم بیام به مردم یه چیز دیگه بگم. خب باید راه صحیح رو به مردم بگم. چرا؟ چون امکانات دارم. پس چون امکانات دارم باید شرافتمندانه از امکاناتم استفاده کنم. شماها شرافتمندانه از امکاناتتون استفاده نکنید. برای همین است که من میگویم کلیه که تلویزیون های فارسی زبان به جز ایران آریایی و تلویزیون فارس در جهت حفظ جمهوری اسلامی بودن. حالا بیا سر منو بذار زیر گیوتین بذار. آقا چون خودت تو این دو تا تلویزیون حرف میزنی، برای من نه جالبه نه مهمه کی راجع به من چی فکر میکنه. برای من تنها چیزی که مهمه اینه که من بتوانم به ملتم حرف حقیقت رو بزنم. هیچ رسانه فارسی زبانی در لس آنجلس به نفع ملت ایران خدمت نکرد به جز تلویزیون ایران آریایی. چرا دروغ بگم؟ آقا از همین فردا جمعه من تلویزیون همین دوربین ایران آریایی میگه آقا خدا به شما من رفتم، تموم شد، آقا من رفتم اصلا به هر دلیلی، ولی رو حرفم میمونم که این تلویزیون اومد و در با هیچ امکاناتی اومد و به ملت ایران این پیام رو داد که آقا تنها راه رهایی بازگشت بادشاهیه. پس میشه کار کرد بدون گرفتن تبلیغات، بدون لگن فروشی، بدون شرف فروشی، بدون پرچم فروشی، بدون فرش فروشی، تون فیش بفروش، نمیدونم مهر نماز بفروش، برنامه بفروش به مسیحی، به بهایی، به نمیدونم یهودی، به مسلمان، حالا هر چی، میشه کار کرد. مردم میان و کمک میکنن. دارید میبینید من دارم میشنم کمک دارم جمع میکنم، مردم کمک میکنن. پس میشه کار کرد. شما کار نکردید که کارو به اینجا کشوندید. شما نکردید. شما عامل حفظ جمهوری اسلام. شهرام همایون، علیرضا نوریزاده، علیرضا میبودی، مهندس شجره، شماها عامل حفظ جمهوری اسلامی بودید. سر منو بزنید زیر گیوتین تیکه بارم بکنه من رو حرفم میمونم. در هر زمانی در هر مکانی که شماها تعیین بکنید در حضور ملت ایران لایف میشینم و محکومتون میکنم با سند و مدرک که عامل نگهداری جمهوری اسلامی شماها بودید، یکی از عوامل اصلیش بودید. چرا؟ چون رسانه‌های گروهی وظیفه خودشون انجام میدن. شما کدوم وظیفه ای رو انجام دادید؟ شما وظیفتون انجام دادید به نفع جمهوری اسلامی. بعد مردی که احمق میره میشینه با هوشنگ امیر بیشرف امیر احمدی گفتگو میکنه راجع به چی؟ راجع به این که آقا تمام مقصر رضا پهلویه. چرا؟ آقا اصلا کاری نمیکنه. بیشرفا این آقا اول بپرسید میتونه کاری بکنه که نمیکنه؟ نه نمیتونه، میخواد بکنه ولی نمیتونه. چجوری چه کار بکنه؟ چه کار ازش برمیاد؟ پس ببینید با یه مستند آریامه میشه تکون داد، با یه مستند رضا شاه میشه تکون داد، ولی کردین این کارو؟ نه. این مستند رو دیدید مال آریامه؟ تموم شد در تلویزیون من و تو با این کار مجددا مشتریاشو جلب کرد، مجددا ملت ایرانو گول زد، کشید به طرف خودش. حالا شروع شد، بعد از این مستند شروع شد دوباره بیا شام بخوریم، دستپخت چقدر خوشمزه بوده، بریم پیش اون یکی، بیا پیش ما، بریم امشب نشون بدیم یک مار خطرناکی در هندوستان اومده مثلا 6 تا سر داره. خب من زننم
یه میمونی رو اصلا کش کردن الان مثلا تو جنگلای اندونزی مثلا این میمونه بلده چیز بخونه در مایه مثلا بیات ترک بخونه، خب من زنم یکی بلده مثلا تو مایه بیات اصفهان ویالون بزنه. خب ببین این سرکاری این، بعد چون تصور میکنن چون خودشون رو به کوچه علی چپ زدن خواهی میکنم ما هم بیشهورین، بعد وقتی ما اعتراض میکنیم یه عده آدم ابله که من بهشون میگم مشروطه خواهان گیج و سلطنت طلب خجالتی به ما اعتراض میکنن. آقا رضا ببین دارن مستند درست میکنن، خب تو خودتو زدی به کوچه علی چپ یا شعور نداری؟ مستند درست کرده که مشتری جلب کنه، مستند درست نکرده که جمهوری اسلامی رو ببره. اگر میخوان جمهوری اسلامی رو ببرن بیان امثال من رو بیان جلو دور بین، صحبت من رضا احمدی نیستا، امثال من رو بیان جلو دور بین. شما کاری کردید که به هر کسی میخواید دوربین بدید میگید باید مثل شهرام همایون میگه من به شرطی به دوربین میدم که بشه نوکر من، که الان هر روزم داره به تعداد نوکرانش از این ور اون ور داره زیاد میشه. چرا؟ همه عشق دوربین دارن میخوان خودشونو مطرح کنن. موضوع فرمودید نه، صحبت بر سر این نیستش که خودتون رو مطرح کنی، صحبت بر سر نجات ایرانه. شماها نجات دهنده نیستی، شماها برانداز نیستی، شماها پاانداز و جااندازید، مثل حمید شبخیز و مثل علیرضا میرزا قاسمی. آقا کنسرت میزنه میره گلزار رو در میاره برمی داره میره تو تلویزیونش تبلیغ میکنه، یکیش بیاد به من بگه مزدوری یعنی چی؟ آقا یکی به درمان تعریف کنه گلزار کیه؟ یک مامور حرفه‌ای جمهوری اسلامی کجا میاد؟ لس آنجلس. سوال اول این اصلا چجوری وارد لس آنجلس میشه با این شرایط ایران و امریکا که با آمدن تهران؟ خیلی خوب یه سوراخی واسش پیدا کردن این پاشوده اومده. کجا میره؟ لس آنجلس. کجا میره؟ در یکی از گرون قیمت ترین هتل ها و سالن های نمیدونم چی چیه اون منطقه. خب چی داره واسش تبلیغ میکنه؟ علیرضا امیرقاسمی. علیرضا امیرقاسمی تو یه ماه پیش چیکار میکرد؟ با مانوی خدابخشیان گفتگو میکرد. چه جوری دیگه ملتو گول بزنه؟ با مانوی خدابخشیان خدا بیامرز گفتگو میکرده. اینجوری میاد خودشو این چهره خودشو نشون میده. مانو که سر به نیست میکنن چهره اصلی رو نشون میده که آقا بابا ما از روز اولم گفتیم که ما مزدوریم. واسط میاد برنامه کیا پا میشن میرن اونجا؟ کسایی که جلو دوربین میشینن ادعای میهن پرستی میکنن و ادعای شاه دوستی میکنن و ادعای مبارزه میکنن. چهار تا مصاحبه با شاه بانو علازه داشتن. ببینید پدر سوخته با هر جا رو که شما نگاه میکنید، من 30 ساله دارم به بچه‌ها میگم آنچه که پدر ملت ایران رو در آورد خیانت بود. ما از درون همیشه به همون خیانت شده. اعراب چرا به ایران حمله کردن؟ از درون به ما خیانت شد. مغول چرا به ما حمله کرد؟ از درون به ما خیانت شد. کریم خان رو کی زیر آبش زد؟ از درون بهش خیانت شد. همون بلا رو سر لطفعلی خان آوردن، همون بلا رو سر نادر آوردن، همون بلا رو سر رضا شاه بزرگ آوردن، همون بلا رو سر شاهنشاه آریامان آوردن. کی پشت شاهنشاه رو خالی کرد؟ فردوس، قره‌باغی، ازهاری، اطرافیانش. دروغ نمیگم، اسنادش هست. خودشون فرمودن که دیگه فرمایش خودشونه. چه کسی تا به امروز باعث شده که دست میهن پرستان واقعی عاشقان پهلویسم از رضا پهلوی کوتاه باشه؟ من آدمی که بیش از 30 سال زندگیمو جونمو اعصابمو جوونیمو پدرمو مادرمو فقط گذاشتم برای بازگشت پهلوی، منتی نیست، خودم این راه رو رفتم، وظیفه‌ام بوده و این و تا جونم هم پاش وایسادم، چون من خودمو مدیون به خاندان پهلوی میدونم، مدیون به رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ میدونم بدون لوسگدی. یه سربازم با حرف من وایسادم. من آدم با شاه مملکت خودم تا حالا هیچ تماسی نداشتم. تمام مزدوران جمهوری اسلامی اراده میکنن با علازاد در ارتباطن. چرا؟ مثل داروش همایون، مثل شهرام همایون، علیرضا نوریزاده، نازیلا گلستان، رضا پیرزاده، چند تا اسم دیگه براتون بیارم. همین علیرضا امیرقاسمی، همین حمید شبخیز اراده کنه همین امشب میتونه گفتگو کنه با ایشون. چند تا اسم دیگه براتون بیارم. علیرضا میبودی، چند تا اسم دیگه براتون بیارم. شهریار آهی، حسن صدق خرس، شریعت مداری، اوسانلو، همین یکی آخری اولولولو چی بود اسمش، رفته بود بغنوسم به گند بکشه. دروغ نمیگم. چرا؟ چون از اول برنامه همین بوده، رضا پهلوی رو از میهن پرستان جدا کنید. دستور انگلیس، سیاست انگلیس، چگونه جداشون کنید از میهن پرستان؟ وقتی شما میهن پرستان رو ببری تو حاشیه. اگر من نمی اومدم جلو دوربین، شما خانم پریسا از کجا منو میشناختی؟ آقای وطنخوا من از کجا میشناخت؟ خیلی ساده، من باید بیام که شناخته بشم که شما ها منو بشناسید، ملت منو بشناسه؟
حالا میهن پرستان رو از جلوی دوربین کشیدن کنار، نه بهشون میکروفون میدن نه بهشون دوربین میدن. چی بهشون دوربین و میکروفون میده؟ انگلیس بهشون پول میده توسط وزارت اطلاعات به نام دروغین تبلیغات و نمیدونم آگهی و چه و چه، از دبی و قبرس و این ور اون ور پول به شهرام و همایون، به مهندس شجره، به حمید شبخیز، به علیرضا نوریزاده و به امثال هم میرسه. 200 تا تلویزیون فارسی زبان کلمه و آمد نیوز و رفت نیوز و پاش بیا نیوز و چرا رفت نیوز و یه ماچ بهم بده نیوز و یه ماچ من به تو میدم نیوز و همینطور نیوز نیوز داره میاد. خب پول از کجا میرسه؟ پولا که رفسنجانی دزدیده، رفسنجانی همه پول دزدیده چیکار کنه؟ به لواشک بخوره؟ دزدیده که اپوزیسیون سازی کنه که جمهوری اسلامی رو نگه داره. چرا؟ چون وفادار به نظام بوده. بعد همین آدما وقتی میان جلو دوربین معروف میشن، مشهور میشن، امکاناتش هم دارن، به کی واسه میشن؟ به رضا پهلوی. چیکار میکنن؟ تیشر رو بندن از ریشه رضا پهلوی رو بزنن. به چه شکل؟ به شکلی که ایشون بیاد حرفای حقیقت، حرفای واقعی رو بزنه. مشروطه خواها چون دستشون به اعلیحضرت نمیرسه، میهن پرستون چون دستشون به ایشون نمیرسه، شاکی میشن از اعلیحضرت. اعلیحضرت چرا با معصوم خود میگفتگو میکنی؟ دیگه ما نمیدونیم که چرا این بنده خدا مجبوره با این آشغال فرستاده جمهوری اسلامی گفتگو بکنه. اعلیحضرت مثلا چرا با امیر عباس فخرآور، این فرستاده جمهوری اسلامی، چرا با این گفتگو میکنی؟ همین چرا گفتگو میکنی، چرا گفتگو میکنی؟ از تعداد میهن پرستان کاسته میشه، کاسته میشه، کاسته میشه. یه عده خانه نشین میشه، یه عده عطایش به لغایش میبخشن، یه عده پیر میشه، یه عده سکته میکنن، یه عده فلان میشه، یه عده بیسار میشن. اون ته 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 قضیه مثل اردوی تیم ملی که قرار میشه قرار میشه، فقط 22 تا بازیکن میمونه که سرمربی اسمارو بده. ما 22 تا فقط موندیم دیگه، سنگیم دیگه، از لای این سولاخا در نرفتیم. نشستیم میگیم جاوید شاه تنها راه رهایی، بازگشت پادشاهی، اعلیحضرت سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم. دشمن حالا ما رو درک کرده که ما داریم چیکار میکنیم، میگه آها اینا خیلی سمجن، اینا کنار نمیرن. حالا چیکار کنیم؟ حالا ترور شخصیتیشون کنیم، حالا بهشون حمله کنیم، حالا بهشون بگین چاقوکش، بهشون بگین فحاش، بهشون بگین چماقکش، بهشون بگین بی سواد، بهشون بگین احمق، بهشون بگین بی ادب. کیا اینا رو به ما میگن؟ شهرام و همایون تیمش و تیمش. کیان؟ همشون فحاش، دروغگو، پس بدرد، بیشرف، ضد ایران و ایرانی، پرونده های کثیف مالی. به خدا من تهمت نمیزنم، به روح پدر مادرم سوگند. پرونده های کثیف مالی، پرونده های کثیف اخلاقی، اینقدر کثافت از سر و صورتشون میاد، اینقدر پرونده از اینا موجوده که آدم واقعا حالش به هم میخوره. اما با کمال سماجت و پروی جلو دوربینا نشستن. چرا؟ چون تا خرخره رفتن تو لجن. اگه بخواد الان پاشو بکشه بیرون، MI6 اولین پرونده رو میزنه بیرون، وزارت اطلاعات پرونده‌شو میاره بیرون که رفتی لاس وگاس کیف سامسونگ تو گذاشتم چرا 2 میلیون دلار بهت دادم که بری تبلت رو واکنی به اسم کانال 1. چجوری میخوای خودت از این کثافت بکشی بیرون؟ دیگه نمیتونی. تا خرخره رفتی توی لجن، هر چی هم بیشتر میری جلو بیشتر میری تو لجن، چون عمقش بیشتر میشه. حالا این کلاف سردرگمو کی باید بیاد درست بکنه؟ این بار افتاده زمین کی باید بیاد درش داره؟ میگم پرستان، ما حالا من حالا یه تنه چطوری برم زیر 500 کیلو با کدوم حمایت؟ نقطه سر خط. بله دقیقا این همون سوالیه که بنده هم دارم. دوست عزیزی رو روی خط داریم جناب آقای احمدی، اگه اجازه بدین بشنویم صحبتشونو. بفرمایید دوست عزیز. درود بر شما. با درود بر شما، من کوروش هستم از آلمان. با درود به مهمان گرامیتون کتبان رضا احمدی نازنین. من چند تا نکته رو میخواستم یادآور بشم. نخستینش درباره مستند آریامهر که تو همین هفته برگ نشون داده شده از شبکه من و تو، برای خیلی ها که از تاریخ شاید آگاهی نداشته باشن، دسترسی به اطلاعات نداشته باشن، این مستند آریامهر چیز تازه‌ای بوده و بسیارشون تحت تاثیر شبکه من و تو قرار گرفتن. همون جوری که کدمان رضا احمدی گفتن، 99% شبکه‌های اروپایی، آمریکایی، همشون در راستای اهداف جمهوری اسلامی حرکت میکنن، به ویژه من و تو و شبکه‌هایی که تو انگلیسن. من و تو همیشه دو دوزه بازی کرده بی بی سی و جای داره پای بی بی سی میذاره. از این سو مستند آریامهر رو نشون میده، از اون سو درست میره کسانی رو در تلویزیون من و تو راستای اهداف جمهوری اسلامی میاره که همه اونهایی که میان تو من و تو صحبت میکنن همشون مخالف سیستم پادشاهی و مخالف
اهداف و اون زمینهای نگریشندیشه شاهنشاه آریامهر از اون دار و دسته‌های چپ بگیر تا پیروان مصدق الغشی و هواداران یا پیروان مجاهدین خلق مردم کش. میخواستم اینا در مورد من و تو یادآوری کنم که مردم خیلی زود جوگیر نشن، فکر نکن کنم من و تو راهشو عوض کرده یا چیز تازه‌ای رو شده. این من مستند من و تو آریامهر رو که نشون دادن برای یکی من مثل مانند من که کتاب میخونه یا تاریخ و دست کم در اندازه سواد خودش مطالعه میکنه، میدونستم که شاهنشاه اینجوری گفته، شاهنشاه گریه کرده، شاهنشاه گریه میکرد، شاهنشاه دلش برای ایران تیکه پاره شده بود و بیشتر اون غم ارتشیایی که تیرباران کردن، غم اون نازنینان که از دست داد، ایشونو به کشتن داد. حالا جدا از اون مرگ سیاسی که توی اروپایی از اونم 1973 تو دهه 70 شاهنشاه به شوروی سفر میکنن که امکان این که از طریق یه سم بیولوژی از طریق لباس اینشون رو آلوده کرده باشن به اون سرطانی که ایشون دچارش شدن، بعدها تو آخرین سالهای عمرشون شد این مسئله. بعد آخر منظورم این بود که مردم ایران زود جوگیر شبکه من و تو نشن و شبکه های دیگه. نخستین مطلبم این بود. دومین مطلبم این که در رابطه با یه سری هواداران مشروطه یا همون مشروطه خواهان که مهمان نازنینتون رضا احمدی نازنین بهشون میگه مشروطه خواهی گیج، من به اینا میگم مشروطه خواهی اعتماد غشی. دقیقا یه جورایی اون سبک و سیاق مصدق رو دارن. اینا بیشتر جمهوری خواه یا مصدقی هستن. صبح به طرف جمهوری خواه غش میکنن، تو تلویزیون ها با جمهوری خواه مصاحبه میکنن و بالا پایین، بعد شب که میان خونه و اینا رو میگیره، عکس شاهزاده و عکس شاهنشاه و اینا رو روز در دیوار میبینن، اون موقع یاد مشروط خواهی و پادشاهی خواهی میفتن. بعد اینا هم اونایی هستن که اصلا جرئت ندارن شاه قانونی مملکت رو دا شاه دوم اعلام کنن. همین مستند آریامهر رو اگه مردم ایران خوب دقت کرده باشن و همین مشروط خواهی بخش غشیش نشون میده که شاهنشاه نه از پادشاهی کناره‌گیری کردن، نه مجلس ایران، مجلس ملی ایران قانون برکناری پادشاه رو امضا کرد یا تصویب کردن، و نه اینکه شاهنشاه حتی در پاناما که بودن کارتر به اینوش پیشنهاد کرد که شما اگه از پادشاهی کناره گیری بکنیم من شما رو با آمریکا میارم و هر کاری برای شما میکنم، حتی اونجا هم دست به این کار نزد. پس رضا شاه دوم شاه قانونی کشور ایران و پادشاه قانونی مردم ایرانه. چجوری یه مشروط خواه میاد ایشونو به اسم شاهزاده هنوز صدا میکنه؟ شما خلیفه های سلطگر کشورهای عربی رو که 100 سال قدمت ندارن به عنوان پادشاه صدا میزنید، یا همون مناطوک تلویزیون های مثل بی بی سی، پرنس نمیدونم پرنسس فلان فلان، پادشاه قانونی مملکت بهش میگید رضا پهلوی یا نمیدونم رضا شاه چیز شد شاهزاده، شما بابای خودتو پدر خودتو به اسم محمد صدا میکنی، نمیدونم محمد بی اینجا، نمیدونم حسین بی اینجا. بعد پادشاه، بعد اینا کسایی هستن که همیشه 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 در طول این سالها دودوزه بازی کردن. من به روشنی و به تاکید میگم اینا دودوزه بازن. اینا یه سری آدمای نون به خروس خوری که به مثل مصدق صبح به سمت سفارت روسیه قش میکنن، بعد از اونم به سمت سفارت انگلیس. بعد یه مطلب دیگه هم که میخواستم بگم برو پریسا، همین داستانی که شما گفتید از ایران زنگ زدن و این طرف گریه کرد، بعد این دید خودمه و بسیاری جهات این مسئله رو وقتی آدم کنکاش میکنه میبینه واقعا درستم هست. خیلی از این کسایی که از تو ایران حتی برای شاهزاده تو رسانه‌های اینترنتی شاهزاده، تو اون پیامگیرای اینترنتی شاهزاده به شاهزاده پیام میدن، بعد خودشون میان ازش عکس میگیرن تو اینترنت و تلویزیون اینجا میذارن. من یه مطلبی بود از ایران برای شاهزاده گفتن که آره شاهزاده مردم عراق اومدن تو خیابون، شما یه دستوری بده که مردم ایران هم بیان تو خیابون. بعد شاهزادم به روشنی و با صراحت در جوابشون نوشتن مردم عراق دستور از کسی نگرفتن. بعد جدا از این مسئله که شاه رضا شاه دوم جواب ایشون رو به صورت صراحت با صراحت و به تاکید دادن، این بخش یه سریشون آدمایی هستن که درست مانند شاهنشاه آریامهر رو
تو اون دوره کشوندن وسط کار، همه چی رو به اسم شاهنشاه تموم کردن، به ایشون آخر سر در پایان کار بدهکار و گناهکار شناسوندن. درست همین حرکت رو از همین امروز دارن با رضا شاه دوم پادشاه قانونی مملکت میکنن. یعنی ایشونو به طریقی میخوان بکنن وسط کار. بعد از همین الان اون بخش پیروان مصدق الغشی و توده‌ای و چپی‌ها بگن ببین ایشون هنوز نیومده داره دستور میده، داره دیکتاتور بازی در میاره. ولی رضا شاه دوم خیلی زدنتر و پیش، یعنی پیشبینیش، پیش آینده نگریش بیشتر و بالاتر از پدرشون، پدر تاجدارشون، خدایگان ایران زمینه. بعد یه مسئله دیگر هم میخواستم بگم که در پایان این مستند آریامهری که این همه خوب ایشون، اون امیر حسین صدیقی یا صادقی که این فیلم رو در آورد، یه مطلب بسیار مهم رو در این فیلم نذاشتن. من نمیدونم این مطلب از قصد بوده یا اینکه کمکاری بوده یا فراموش کردنی بوده، فراموش شد، یعنی فراموش کردن که این مطلب رو بذارن. آریامهر ترین مطلبی که بیان کردن حفظ قانون اساسی، پرچم شیر و خورشید و تمامیت ارضی ایران بود و سپردن ولیعهد و ایران به دست ملت ایران. این مهمترین موضوع و چکیده مستند آریامهر میتونست باشه که ایشون این مطلب رو تو اون مستند یادآوری نکرده بودن. بعد یه مسئله دیگه هم درباره همین مسئله که از ایران زنگ زده بودن بانو پریسا به شما گفتن، اونو داشتم توضیح میدادم که خیلی از اینایی که به عنوان مخالف جمهوری اسلامی از درون ایران زنگ میزنن، گریه و زاری میکنن، خیلی هاشون به تأکید از طرف خود جمهوری اسلامی هن. چرا؟ به عنوان مخالف جمهوری اسلامی با گریوزاری حرف میزنن، یعنی دقیقا یه جوری میخوان همون مسئله آغاز جنگی که خود جمهوری اسلامی میخواد اینا میخوان بیان کنن، ولی به یه شیوه دیگه. در حرفی که دارن میزنن حرف دل جمهوری اسلامیه که آقا جمهوری اسلامی با جنگ زنده است. خمینی از آغاز گجستک، اون خمینی گجستک از آغاز شورش 57 گفت ما برای اسلام نیازه، و الان هم جمهوری اسلامی همین حرف شروع شدن جنگو از یه راه روش دیگه ای و بسیار گول زننده و خیلی ظاهر خوش میاد با ما، طرف مخالف جمهوری اسلامی میاد گریه میکنه میگه آقا اسرائیل ایرانو بزنه. و اسرائیل اگه ایرانو بزنه این وسط چی بیرون میاد از این جنگ؟ دوباره همین آخوندا میمونن، حالا یا آخوندای کت شلواری میان یا اون بخش مجاهدین لباس نظامی پوش داردسته دست راست مسلح انگلیس میاد، افهای روس و یه سری این وسط دوز و قاتلای جدیدی از کنار همین آخوندان میان بیرون. خب سپاس دوست عزیز، سپاس از صحبتهای شما. میتونم یه مسئله کوچیکی دیگه، یه مسئله کوچیکی دیگه یادآوری بکنم؟ بفرمایید، خیلی کوتاه لطفا. میخواستم بگم که تو ایران شاهنشاه آریامهر تو این مستند آریامهر یه مسئله مهم دیگه که هنوز هست و کسایی مثل عباس میلانی گجسته که تو آمریکا نشسته، من همین دیروز یه مطلب خوندم ازشون، گفت کاره اگه شاهنشاه اجازه میدادن کتاب خمینی چاپ میشد، مردم میخوندن، ما میخوندیم، آگاه میشدیم، سین دانشور که مادرش مادر خرج همه شما چپ‌ها و توده یا بود، تو یکی از نطق‌های مهمش میگه تمام رساله ها و پیام ها و نوار ها و سخن های آیت الله گجستک خمینی رو خواندم و اگر با لچک سر کردن من شاه از ایران میرود، من لچک بر سر میکنم. من نمیدونم چجوری پنشایی که این همه مردمش رو میشناخت و مصاحبهش تو همین مستند آریامه نشون داد که شاهنشاه میدونست پاشنه آشیل کشور ایران تو این 100 سال 200 سال لاغل مذهب بوده، و اونجایی که اون فراست ازش سوال میکنه که آیا شما میدونید میبینید که این مردم بخواهن که به این پیشرفت برسن، شاهنشاه کوتاه مکس میکنه اونجا، یعنی دقیقا میدونست که باید بگه یا میتونست بگه نه مردم نمیخوان، من به زور میخوام ببرمشون، ولی با کوتاه مکسی گفت حداقل اگه مردم نخوان این ظرفیت ها دارن. این نشون میده که شاهنشاه مردم چه خوب میشناخت، ولی چپی ها، توده ها، عباس میلانی ها هنوز که هنوزه میان میگن شاهنشاه شناختی از مردمش نداشت و یه سری حرفای چرت و پرتی که هنوز بعد 40 سال دارن تکرار میکنن. و
بعد این مسئله رو می‌خواستم در پایان یادآوری بکنم و بازم سپاسگزارم از شما و کدبان رضای احمدی نازنین که این همه آگاهی میدید به مردم ما، به مردم نازنین، که زودتر از این بند زندانی که آخوندها درست کردن آزاد بشن به امید بازگشت پادشاهی و امید بازگشت رضا شاه دوم پادشاه قانونی کشورمون و خاندان ایرانساز پهلوی. جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پاینده ایران، بدرود. سپاس از شما آقای کوروش عزیز، مرسی که تماس گرفتین. بله، در جمع‌بندی صحبت‌های آقای کوروش، جناب آقای احمدی صحبتی دارین؟ عرض کنم خب این ببینید، این جوان ها دارن نشون میدن که انقدر آگاهی سیاسی بالا رفته. این اون موردی که من همیشه تکرار میکنم و به امثال این کسانی که این اراذل اوباشی که اسم خودشون روشن برنامه ساز، بهشون اینو میگم، خیال نکنید جلو دوربینا نشستید همینطوری هرچی دل تنگتون میخواد میگید، چهار نفرم از یار و قارای خودتون میارید رو خط، بعد مثلا زنگ میزنن به تلویزیون میگن که درود بر شما، درود به شرف آقای دکتر، خانم دکتر، نمیدونم آقای قهرمان، آقای فلان. نه، دلتونو به این سو خوش نکنید. مردم میفهمن، مردم ایران. یه نمونهش الان ببینید، همین جوانه که از آقای کوروش که از چیز آلمان زنگ زدن، این یه نمونهشه و امثال ایشون تعدادشون واقعا بیشماره که چه نکته های قشنگی رو، چه نکته های حساسی رو بهش داره دست میذاره که آقا تو این مستند. عرضم به حضور شما که من روز دوشنبه و چهارشنبه به این مستند اشاره کردم و گفتم که روز جمعه هم قسمت پایانیش رو خواهم گفت، به نکات اشاره کردم که کار منم چقدر شون کم کردم، خیلی ازشون ممنونم. که ببینید، یکی از مسائلی که اعلیحضرت بهش اشاره نشد متاسفانه در این مستند، نمیگم مخصوصا کردم، خب برای آدمیزاد به فکرش نیامده، که من ولیعهد جوان را به ملت، به ایزد متعال و ملت بزرگ ایران می سپارم، این آخرین اراده من است. خب این خیلی مسئله حساسی، ببینید مردم میفهمن، مردم آگاهی دارن و نکات حساسی رو میگیرن، میدونن که من و تو، تلویزیون من و تو دو دوزه بازی میکنه. تمام کسانی که تو اون تلویزیون نشستن، بدون تعارف بهتون بگم، بدون تعارف شما نگاه کنید برخوردشون و گفتارشون و کردارشون. ما دیگه بچه که نیستیم که اینا همشون 99% سن بچه های منه، 99% نگه نگم 100% سن بچه های منه. یعنی روزی که من ایران ترک کردم، این اصلا به دنیا نیامده بودن. بخواد دیگه بالاترین سنشون بخواد بشه 30 سال دیگه، دیگه از این بیشتر که نیست. من 33 سال از ایران اومدم بیرون، همون موقع که اومده بودم بیرون از ایران ازدواج کردم، الان بچه من 33 سالش. بعد اینا تصور میکنن که چون حالا یه زبان انگلیسی بلد شدن و با یه سری زد و بندایی که بالاخره اینا چی شدن که تو اون جامعه تو لندن چطوری اینا انتخاب شدن، از یه کانالایی باید رد بشی دیگه، به قول خودشون یه امتحانایی باید بذارن دیگه، اینا از یه کانالایی رد شدن اومدن اونجا که با اون طرز بیانشون و با اون قیافه هاشون اومدن اونجا. و حالا قیافه‌هاشون نه که بخوام مسخره بکنم، اون چهره‌هایی که برای خودشون درست کردن یه چهره‌هایی نیستش که چهره نمایانگر چهره یک انسان برآمده از پهلوی باشه، با یقه‌های باز و ریش و اون برخورد و اون ادبیات و چه دخترش چه پسرش فرق نمی‌کنه. و دیدید که آخرم از اونجا منتقل میشن به جاهای دیگه که این گندکاری رو برسونن به تلویزیون‌های دیگه. این موضوع در لس آنجلس هم هست، این موضوع در لس آنجلس هم هست. باند شهرام و همایون دنبال چه جریانیه؟ اصلا شهرام و همایون میدونید دنبال چه بازیه؟ دنبال نخست وزیری بود، دید زورش نمیرسه، اومد جریان ماپستی ماپستی، اون پاسدارا براش درست کرد، ماپستی ماپستی ندام موجم اگر میره و هم چرت به مرده که احمق دلغک. و حضور شما عرض کنم، و سایری یا مثلا میبودی، شما به من بفرمایید ثمره 30 سال آقای علیرضا میبودی، من از شما به عنوان یک ایرانی میپرسم، ثمره 30 سال میخوای تخفیف بدم 25 سال، ثمره 25 سال نشستن شما در برابر دوربین تلویزیون چی بوده؟ وقتی من بهتون میگم لایو جرأت نمیکنید گفتگو کنید، اینه. شهرام و همایون، شما 20 سال تو کار تلویزیون هست، شوخی نیست، این به زبون ساده است، یعنی 20 تا بهار، 20 تا نوروز، 20 تا تابستون، 20 تا 22 بهمن، 20 تا تولد شاهنشاه،
24 و 5 امرداد ماه، 20 چهارشنبه سوری، 20 شب یلدا، 20 تولد رضا پهلوی، 20 تولد اولیاءالله شعبانو فرح پهلوی، اینا به زبون ساده است. من تو دوتاش اومدم اینجوری ولوله را انداختم. شما مجموعاً به ما بفرمایید که در طول 20 سال جلوی دوربین نشستن بجز شالاتانی و پرچم فروشی و کلاهبرداری و کلاشی و سرمردم کلاه گذاشتن و سکه تقلبی فروختن و قاچاق و چرت پرت گفتن و حلبی سازی ایران، بجز این افتخارات بسیار طلایی که دارید، بفرمایید که شما بازده کارتون چی بوده؟ 20 سال این همه چریدی، شما دنبتتون رو نشون بده، دنبت کجاست بعد 20 سال چریدن توی علف؟ ها؟ بعد به ما میگن که آقا شما میخواید رضا پهلوی رو قدیس ازش بسازید. ببینید الان اومدن تو چه داستانی، قدیس ازش بسازید. آقای امینی اینا میخوان رضا پهلوی قدیس بسازن، رضا پهلوی رو از ما جدا کنن، فقط خودشون بهشون وصل بشن. خب مثلا من میخوام به رضا پهلوی وصل بشم، چیکار کنم؟ پول ازش بگیرم؟ مثل شماها برم تو خونش بگم تخم درست نداد من بخورم؟ برم تو خونش به عنوان آدم نفوذی که تا توی آشپزخونه‌ش هم برم فیلمبرداری کنم؟ شما خواهی کردین چون خودون گاگولی ما هم از خودون گاگولی، بعد برم خودم رو خود آش بکنم توی مراسم درگذشت شاهنشاه آریامه، بعد اولی حضرت رو که ایشون که نمیتونه نه بگه، بیاریم اونجا و یه کیک درست بکنیم مثلا تولد گرفتیم و چه و چه و چه، بعد ما پستیم ما پستیم ما پستیم. شما خواهی کردین که شهبانو فرای پهلوی شما چون خودتون بیشوری خواهی میکنی که مثلا فرد فرد ایشون نمیدونه شما کی هستین و چی هستن، مثلا شهرام و همایون و اولی حضرت نمیشناسه، عرزت نمیشناسه، نمیدونه شما کی هستین و چی سابقتون چی بوده تو ایران. ببینید این مجموعه است که من به شما میگم، ببینید جوونا رو، جوونا میفهمن، این مردم میفهمن، این نسل میفهمه، نه فقط صحبت جوونا باشه. دیدید سناشون 67 سال تو اصفهان اومدن تو خیابونا، فیلمش هست من بارها پخشش کردم، چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. اینم نسلی که اومد تو خیابونا اون موقع 24-5 سالشون بود، بعد از قبل از اون بعد از اون نسل، نسلی که بوده نسل من بوده. خود داریم که افشاتون میکنیم دیگه، دیگه کجاتون افشا کنیم؟ خود من مگه از مشتریای شما نبودم؟ مگه خود من بارها با علیرضا میبودی گفتگو نکردم؟ با شهرام و همایون گفتگو نکردم؟ مگر خود من نمیومدم رو خطاتون بهتون میگفتم درود به شرفتون؟ چرا؟ به خاطر اینکه اینطوری نشون دادین که انسانای با شرف و میهن‌پرستی هستین. ما هم که کف دستمون رو بو نکرده بودیم، بعد که رفته 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 ذاتتون رو نشون دادیم، ما خودمون رو کنار کشیدیم. منتها یه عده جلو زیپ دهنشون رو گرفتن، من جز آدمایی نبودم که زیپ دهنمو بکشم، گریبانتون رو گرفتم. چرا؟ چون اگر زیپ دهنمو میکشیدم داشتم به خودم خیانت میکردم، به شعور خودم داشتم خودم تجاوز میکردم، به دلیل اینکه من تصور کردم شما انسانهای با شرف و میهن پرستی هستی، بعد اومدم میبینم شما به شعور من تجاوز کردید و این بدترین نوع تجاوزه که کسی به شعور تجاوز بکنه. چون به شعورم تجاوز شده، حالا میزنم تو دک و پوزتون که شما همه تو خائن و مزدوری همون شده ره. به همین صراحت هر بارم هر جام پا بده میگم، ولی ملت میفهمه. الان نمونهش دیدید، آقای کوروش رو دیدید از آلمان، این یه نمونهشه. شما این تلفونا رو یه روز اصلا اعلام بکنید آقا من هیچی نمیگم، من میام همینجا میشینم، این مجسمه. شما بانو پریسا فقط بگید ما امروز از اول برنامه تا آخر برنامه میخوایم تلفن‌ها رو باز بذاریم، من فقط میگم درود، آخرش هم میگم بدرود، هیچی هم هیچ اظهار نظری هم نمیکنم، یک پرسش مطرح میکنم، میشینم همینجا قشنگ به حرفاتون گوش میکنم. شما ببینید نظر مردم چیه، هر کس هم اومد میخواد 2-3 دقیقه بیشتر صحبت نکنه. مردم میفهمن، مردم شعور دارن. اگر این مردم نمیفهمیدن کار امروز به اینجا نمیکشید که تو اهواز و کازرون و تهران و مشهد و این ورون بیان تو خیابونا بگن پهلوی پهلوی پهلوی، بیان تو خیابونا بگن چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، رضا رضا پهلوی، رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد. چرا مردم تو خیابونا نه؟ شما من چیزی از اون بپرسم، در طول این سالها کجا دیدی که مردم بیان تو خیابونا شیرینی پخش کنن برای رضا شاه و محمد رضا شاه به جز این دو سال آخر؟ اینو من نمیخوام کریدیت به خودم بدم، خوب گوش کنید حرفمو، خواهش میکنم. شما کجا دیدید در به جز این دو سال اخیر کجا شما دیدید مردم به این صراحت بیان و بعد از اون جریان کوروش و غیره و زالک بیان و اینطوری این جاویدشا را میزنن؟ چون ما پتانسیل جامعه رو دیدیم، پس جامعه آماده شد. حالا که جامعه آماده شد، مردم بیان بگین جاویدشا. من فقط اومدم کبریت رو انداختم تو این خرمن، کار دیگه نکردم. ببینید چجوری این خرمن آتش گرفت،
که حالا عده مشروطه‌خواه قشی عقده‌ای که فقط به خاطر که خودشون مطرح باشن تو تلویزیون و این اومده جامعه رو تنگ کرده و الان دیگه کسی به من نمیگه خانم دکتر و آقای دکتر و غیر اوزاله، حالا ببین اونا افتادن به جون ما که این میره سوسه میدونن و دست به یه کارهای بچگانه میزنن. ولی خواهم کنم محمد خوشون احمق نمیفهمید برا مقصودم این هستش که ببینید یه پرسش ساده رو من میخوام مطرح کنم. تا در طول این سالها آیا ملت ایران اومده تو خیابونا بگه جشن تولد مصدق؟ آیا ملت ایران اومده بگه مثلا سال روز اعدام نمیدونم جریان سیاه کرد؟ خب بیاید دیگه، مگه تلویزیون ندارید؟ مگه امکانات ندارید؟ بیاید بگید آقا جشن تولد مصدق، نمیدونم اصلا 29 اسفند مصدق نفت و ملی کرده، بیاید بگید درود بر مصدق. خب بکن چه نمیکنی؟ برام مشیری چند سال نشستی جلو دوربین شطور؟ بازده کارتو بگو. محمد امینی چند سال نشستی جلو دوربین؟ چند هزار بار گفتی رضا چکمه های رضا شاهی، استبداد رضا شاهی؟ چند هزار بار گفتی محمد رضا شاه کودتا 28 مرداد؟ مگه نمیشستی پیش اون حسین مهری گور به گور شده خورده روزنامه میریختین جلوتون، انقدر فحاشی به خاندان پهلوی میکردین، به ویژه به رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ؟ خب این همه چریدی. آقا سوال خیلی ساده است، من اینو بارها مطرح کردم بازم میگم، تمام شما لس آنجلسیا از اونی که میگه ما پستیم، ما هستیم، ما نیستیم، نمیدونم کجا هستیم، از اون مصدقیا، حزب مشروطه دیگه، از این بالاتر، همتون رو هم جمع بشید اعلام کنید. مثال عرض میکنم، روز مثلا فرض بفرمایید اول دی، ما گروه های ایکس و ایگرگ و ما پستیم و ما نیستیم و ما هستیم و ما فلانیم و توده و مجاهد و کمونیست و جوادی و سوسیال دموکرات و اسماعیل نوری علاب و شکو بچه دو زنم و چه و چه و چه و چه، همه تو نوریزاده و قوریزاده و اون حسن شریعت مداری به علاوه اراذل اوباشی که به خوش میگن اپوزیسیون تو ایران، تبرزدی و اون نوریزاد و دیگه نمیدونم اون که به خودش میگه زیبا کلام و اون که به خودش میگه آقای حالوه، آقای زالوه، آقای شفتالوه، که اونا همه تون جمع بشین دور هم دیگه با یه مش مطرب و جنگیر و فالگیر و منصور و امید و شجریان و داریوش و گوگوش و امیر رسایی و هر کی از سخایی رو بدین از زیر قبر بکشین بیارین بیرون با مرضیه دیگه، بالاترین زورتون هم بزنید، استخونای مصدق هم بگین رو دستتون. درست شد؟ من میخوام ببینم شما چند نفر رو تو تهران میتونید بکشین تو خیابون. آقا دیگه همه رو گفتم دیگه، کسی دیگه کم مونده بگی من بگم. فوتبالیستاتون هم بردنه بیارن اونه که طرفدارتونن. تلویزیون اندیشه بیاد، پارس بیاد، کانال یک بیاد، کانال شیش بیاد، همه تون جمع بشید روی هم دیگه. دارم میگم حزب مشروطه هم بیاری یعنی بالاتر که بگید ما نمیدونم میشیم دور هم کنگره میذاریم فلان، همه تون جمع بشید. من فقط اعلام میکنم عاشقان پهلوی به این ندا پاسخ ندید، بشینید کنار بذارید اینا کارشونو بکنن. تنها حرفی هم فقط هم من این حرفو میزنم، من که کسی نیستم که، شما که وحشتی از من ندارین که. من در یک برنامه میگم مردم یه همچین تشکیلاتی همایشی میخواد درست بشه روز اول مثلا دیما، تمام گروه های سیاسی چپ چپ راست راست سنتی نمیدونم آگوشتی چلو کبابی همه جمع شدن دور هم دیگه، هنرمند هنربند فوتبالیست شوتبالیست همه جمع شدن، رقاص جنگیر فالگیر همه جمع شدن، میخوان شما ملت رو بسیج کنن با یک اتحاد بین تو خیابون. مردم هیچ عکس العملی نشون ندید. من فقط همین جمله رو میگم، ببینم چند نفر رو تو تهران میکشید تو خیابون. اینا شنیدی؟ اوکی خیلی خوب. حالا رضا پهلوی یک تنه، شما همه تون این برای کف ترازو، رضا پهلوی یک تنه ولی اجازه بهش بده دولت امریکا اجازه فعالیت بده، فردا نه آقا چرا اینو گفتی، نه اجازه بهش بدن که آقا بگن آقا شما شما 24 ساعت آزادی. رضا پهلوی بیا دو تا جمله بگه، مردم اول دیما من پادشاه ایران، این این جمله ها اینجوری، من پادشاه ایران به شما اعلام میکنم روز اول دی بیای تو خیابونای فقط هم تهران، بیای تو خیابونای تهران، شما ببین ساعت 8 صبح تا 10 صبح تهران چی بشه. پس میدونید وزن است و اینو مردم متوجه شدن، اینو این نسل متوجه شده. حالا باید چیکار کنم؟ باید این آقا رو تخریبش کنم، باید میهن پرستان رو تخریبشون کنید، باید میکروفون از اینا بگیرید، باید مدام زیر پای اینا دینامیت بندازین و نارنجک بندازین و سرگرمشون کنید. چیکار کنیم؟ من شهرام و همایون برم هوشنگ امیر احمدی رو بیارم
باهاش از قبل تبانی بکنم، اصلا تبانی هم نه، بیارمش بهش بگم که آقای هوشنگ امیراحمدی نظرتون راجع به اپوزیسیون چیه؟ اونم هوشنگ امیراحمدی لابی جمهوری اسلامی بیاد اعلام بکنه بگه چی؟ بگه خب آقا فقط یه اعلامیه بیرون دادن و هر چنگای خود، تمام حرفا حرفایی که فقط داره رضا پهلوی نمیزنه، فقط هر چنگای بی خودتون نشون بدی و یه حرفایی بزنی و خب آقا اینجوری کار جلو نمیره. خب نمیره، حرف تو درست، خب تو بیا کارو ببر جلو. آقا رضا پهلوی اصلا بعد هر چی شما میگین شما بیاین نجات بدین. خود ایشون هم که خودش داره میگه، میگه آقا اصلا فرض کنید من نیستم، بیاین نجات بدید ایرانو. چرا نجات نمیدید؟ ارز لیاقت ندارید، ماموریت چی دارید؟ ماموریت فقط این دارید که سنگ بزرگ بذارید جلوی رضا پهلوی و بین رضا پهلوی و طرفدارانش واقعیش و میهن پرستان واقعی یه شکاف عمیق ایجاد بکنید و این شکاف رو ایجاد کردید. کی برنده این جریانه؟ شما لگن فروشا و شارلاتانا و دزدا که هر کدومتون با 6000 دلار وارد امریکا شدید، حالا صحبت بر سر 1 میلیون 2 میلیون دلار ثروته. شما این ثروت رو مفت دست نمیدید. چرا؟ چون مفت دستش آوردید خیلی راحت، مزدوری، اما ملت میفهمه و چون ملت میفهمه داره جوابتون رو میده. حالا به چه مرحله ای ما رسیدی؟ ما حالا وارد مرحله سرنگونی شدیم که جنگ بین میهن پرستان و عاشقان ایران آریایی و عاشقان پهلوی است با مزدوران جمهوری اسلامی در داخل کشور و سایر نیروهای سرکوبگر در خارج از کشور. و من بهتون قول میدم که پیروزی از آن ماست، چون داره شرایط داره نشون میده، شرایط نشون میده که ما به زودی پیروز میشیم، به زودی هم پیروز میشیم. سپاسگزارم از شما بانو پریسای گرامی. بله بله، من حقیقتا روزهای بسیار سختی رو میگذرونم، صبحها خیلی زود بیدار میشم و شبها بسیار دیر موقع میرم میخوابم، بعضی وقتا دیگه واقعا به زور چشمامو باز نگه میدارم و همه اینها به عشق ایران، به عشق دوستان عزیزیه که ما رو حمایت میکنن با اینکه میشینن پای برنامه ها و احساس میکنیم که تنها نیستیم. من تنها نیستم که این چنین دلتنگ ایرانم. و دوستان عزیزی که برای ما کامنت گذاشتید، یک آقایی که بسیار چندین بار مکررن نوشتن که ما بریم روی ماهواره یادصد، باید بگم که دوست عزیز این هزینه میخواد و ما تلویزیونی هستیم مردمی، هیچ سازمانی، هیچ ارگانی، هیچ دولتی، هیچ کسی، نه شخص حقیقی و نه حقوقی از ما حمایت نمی کنه. ما خودمون خودجوش، نیرویی که از عشق ایران اینجا نشسته، الان اینجا در اسرائیل ساعت نزدیک 11 شبه، من از صبح خیلی زود از خونه بیرون اومدم تا این لحظه، تا این ساعت به عشق شما اینجا نشستم و باید بگم که مجبوریم برای گذراندن زندگی و اینکه این چراغ رو روشن نگه داریم سخت کار کنیم. این تلویزیون حمایت مالی نداره. دوستان تقاضا میکنم برای اینکه صدای ملت ایران خفه نشه، برای اینکه اگر حرکتی قرار آغاز بشه در نطفه از بین نره، از رسانه مردمی اسرائیل پارس تیوی حمایت کنید، حمایت کنید تا ما بتونیم اینجا بمونیم، این در رو باز بذاریم برای میهن پرستانی همچون آقای رضا احمدی عزیز که بیان و صحبتاشون رو به گوش شما عزیزان برسونن، بتونیم از دانششون استفاده کنیم. جناب آقای رضا احمدی، واقعا به درستی اگر بشینی و فکر کنی که چرا اصلا جمهوری اسلامی بتونه 40 سال حکومت کنه بر ایران، چرا، به چه دلیل؟ اگر یکی از این بلاهایی که جمهوری اسلامی به سر ملت ایران آورده در یکی از همین کشورها، مثلا در همین اسرائیل، در همین کشور اسرائیل، اگر یه نفر مبتلا به بیماری ایدز بشه به خاطر سهل انگاری، میدونین چه اتفاقی میفته؟ همون فرداش میخوان که نخست وزیر بیاد استعفا بده، وزیر بهداشت بره زندان، یعنی فاجعه است. ولی در ایران
دو روز ملت اومدن همون استان لردستان، دو روز اومدن تو خیابون، بعدش دیگه تموم شد، تموم شد. چرا؟ چه اتفاقی میفته که رهبران در ایران، رهبری نداریم که بخواد این رهبری کنه یک جنبش رو، ملت رو به خیابون‌ها بیاره؟ چرا نداریم؟ به خاطر همین سرکوب‌ها، به خاطر اینکه دوست عزیزی که از ایران با من مینویسه میگه خانم پریسا من مطمئن باشم که شماره منو جایی نمیدید. یعنی اینکه اینقدر لابی های جمهوری اسلامی، مزدوران صادراتی مردم رو فروختن که دیگه کسی نمونده که بیاد توی خیابون. رهبری نداریم، هر کسی رو دیدن که میتونه رهبری کنه، دیدن لیدر خوبیه، دیدن رفتن یا گرفتن زندانش کردن یا ازش تعهد گرفتن، همه رو کردن تو شیشه. به هر حال استفاده کردیم. خیلی ممنون جناب آقای احمدی، سپاس که با ما بودین، سپاس که از وقت گرانبهاتون رو میذارید و به رسانه خودتون اسرائیل پارس تیوی میاین، برای ما خیلی با ارزشه. میدونم که دوستان عزیز هم بسیار بسیار به شما علاقمندن، در طول هفته برای من مینویسن، میگن که از آقای احمدی این سوالو بپرس، اون سوالو بپرس. و تعدادی از دوستان رو اگه اجازه بدید من بخونم که با ما همراه بودن، پیام دادن. دوستان عزیز، آقای آرمان وطنخواه هستند که درود فرستادن، درود بر شما آقای آرمان وطنخواه، سپاس که با ما این. آقای تونی سخایی گفتن جاوید شاه، و آقای فرهاد وطن دوست گفتن که اون شجره شبکه مصدقی رو انداخته 20 ساله. آقای باران آسمان یا خانم باران آسمان، درود بر شما آقای احمدی. رامین گفته که دقیقاً صحبت های شما رو تایید کرده. آقای فرهاد وطنخواه سپاسگزاریم که شما با ما همراه بودید در این برنامه. و دوستان دیگر، آقای امیر قربانی با ما هستند و آقای فرهاد، آقای جون عزیز که دوست عزیز واقعا پروپاگورس اسرائیل پارس تیوی انیشون، به ما خیلی لطف دارن. آقای بابک جعفری هستند، پرستوی نازنین با ما هستند از کردستان، بله. و خانم سرور بهار با ما هستند، سپاسگزاریم. کاشانی دی ای، رامین و مهدی جمشیدی و همه شما عزیزان که با ما همراه هستید. اگه اسمتون رو از قلم انداختم نخوندم، به خدا دیگه چشمام نمیبینه. من از همه تون عذرخواهی میکنم دوستان و سپاسگزاریم. جناب آقای احمدی، تا پنجشنبه آینده لحظه شماری میکنیم که باز هم در خدمت شما باشیم. جمله آخر. لطف و محبت، خیلی ممنونم، خستم نباشید. به شما بدرود میگم، سپاس از همکارانتون، سپاس از همه همیاران عزیز، خانم ها آقایون زنگ زدن عرض کنم پیام گذاشتن، خیلی از لطف و محبت همتون سپاسگزارم. همین پیام‌های شما ما رو دلگرم می‌کنه، بیایم و در خدمتتون باشیم. من همیشه گفتم، بازم میگم، من یه سرباز کوچک در راه رهایی ایران آریایی هستم و بازگشت به نظام برحق و انسانی شاهنشاهی به رهبری و پادشاهی ارزه سیروس زاشا دوم پهلوی سوم. تا پنجشنبه به در خدمتتون خواهیم بود. پاینده ایران جاوید شاه. بازم سپاسگزارم از شما بانو پریسای گرامی، با این خستگی این دو رزمنده ادامه میدید و میجنگید. درود بر شما، درود به شرف. سپاس از شما، سپاس از مهرتون، بدرود. بله دوستان عزیز، فراموش نکنید برای حمایت از اسرائیل پارس تیوی. همان روح رهایی بخش انسانی.
یغما بردی از سفره نانم را، گرفتی جان پرشور جوانم را، شکستی هم قلم هم استخوانم را، ندیدی خشم سرخ ناگهانم.